به نام یگان یزدان پاک، سه سرنوشت شنونده پرمهر رادیو کیانمه. این کتاب داستانی را روایت می کند که دور از واقعیت نیست، نه برای کسی تکلیفی مشخص می کند و نه راهی را نشان می دهد. هر کس با اندیشه‌ای که دارد راه راست را پیدا خواهد کرد. سرنوشت اول. عزیزان من، جوانی نیرومند بر بالای تپه‌ای کلبه‌ای بنا کرده و همانجا زندگی می کرد. عادت داشت غروب که می شد روی نیمکتی که جلوی کلبه‌اش درست کرده بنشیند و نور مهتاب که روی دریا پهن می شد را تماشا کند. از دور مردمی را می دید که آتشی افروختند و در ساحل دریا دور هم جمع شده. پس از دقایقی که هوا رو به تاریکی می رفت به داخل کلبه رفته و میخوابی، چرا که حیوانات صبح زود بیدارش میکردند. دوستان، آن شب با تمام شبهای دیگری که در زندگیش تجربه کرده بود فرق میکرد، چرا که یک مهمان ناخوانده در راه داشت که ملاقات او مسیر زندگیش را تغییر میداد. از چند سال گذشته که تصمیم گرفته بود به سفر بیاید و از خانواده جدا شده بود، مدتی را در شهرها و روستاهای سر راه کار کرده و پول خوبی پس انداز کرده و پس از آن یک سال بود که آن تپه را برای زندگی انتخاب کرده و کلبه‌ای بالای آن ساخته و به مرور با خرید چند گوسفند و فروش محصولات به روستاییان، مرغ و خروس و اسبی هم خریده و مزرعه کوچکی هم در کنار کلبه درست کرده بود. هنگامی که طبق معمول همیشه از روی نیمکت بلند شد تا به داخل خانه برود، از دور کاروانی را دید که به تپه نزدیک می شوند. با تعجب به آنها نگاه می کرد تا اینکه نزدیک شدند و پشت حصارهای مزرعه او قرار گرفتند. نریمان از تپه پایین آمد و جلوی دروازه‌ای که در میان حصار قرار داده بود ایستاد و به آنها نگریست. مردی که لباسی بلند و گران قیمت به تن داشت با اسبی سپید جلو آمد و به او گفت که کاروانی خسته هستند و برای ماندن شب دنبال جایی می گردند. نریمان دید که او چند اسبی که گاری هایی را می کشند همراه دارد و معلوم بود در گاری ها اجناس گرانبهایی است، چرا که نگهبان هایی هم همراه مرد سوار بر اسب به دنبال گاری ها می آمدند. نریمان پس از آن که با مرد صحبت کرد مطمئن شد او تاجر است و اجناسی را برای فروش به شهر میبرد. دروازه را باز کرد و آنها را به درون دعوت کرد. مردهایی که همراه تاجر بودند کاروان را
وارد حصار کردند و با اجازه نریمان آتشی افروختند و گاری ها را همچون دیواری دور آتش قرار دادند و اسب ها را باز کردند تا استراحت کنند. بعد هم شروع به کباب کردن گوشت هایی کردند که همراه داشتند و نریمان هم که میخواست برای استراحت به کلبه بیاید از تاجر دعوت کرد که با او همراه شود. تاجر هم که بدش نمی آمد تا شام آماده می شود یک نوشیدنی گرم بنوشد، با او همراه شد و با هم راه بالای تپه را در پیش گرفتند و وارد کلبه شدند. نریمان ذهنی آرام و قلبی مهربان داشت و خیلی زود به خواب می رفت. همیشه خوابهای کمی می دید زیرا فکرش مشغول نبود. رادیو کیان مهری مهربونم، رادیو کیان مهری همیشه جستجوگر، کسی از دستش آزاری ندیده بود و به مال و جایگاه کسی طمع نداشت. حسود نبود عزیزان، خسیس نبود جون دلم و از زندگی که داشت راضی بود. صبحا با صدای خروسش که روی برچین‌های مزرعه کوچک می پرید و دقیقاً 10 بار آوازش را سر می داد از خواب بیدار می شد. خروس نه تنها نریمان را از خواب بیدار می کرد، بلکه مرغ‌ها، اسب و گوسفندان را هم به تکاپو با می داشت. تا پیش از شروع خورشید شروع به فعالیت کنند و از تابش نور نیرو بخش آفتاب بهره‌مند شوند. دوستان شنوندگان گرامی، دور تپه‌ای که کلبه‌اش را روی آن درست کرده بود حصاری کشیده و گوسفندانش را همانجا رها می کرد تا از سبزه هایی که در دامنه رویده بودند بخورند و چنگال های گرگ ها هم به آنها نرسد. مرغ ها را هم همراه خروس آزاد می گذاشت تا دانه های روی زمین را پیدا کنند و سیر شوند و بعد هم اسبش را سوار می شد و در آن حوالی گشت می زد. وقتی بر می گشت سری به مزرعه کوچکی که در آن سبزیجات کاشته بود می زد و به آنها رسیدگی می کرد. دوستان هر روز صبح بازاری در روستا برپا می شد که گاهی تخم مرغ ها و سبزیجات و شیر و پنیر و ماستی که از حیوانات و مزرعه کوچکش به دست می آمد را جمع می کرد و آنها را به فروش می رساند و خرج زندگیش می کرد. اما آن شب با حضور تاجر در کلبهش نمی توانست مانند همیشه سر شب به خواب برود و بنابراین هیزم آورد و آتش را بیشتر کرد تا با او شیر گرم بنوشد. هنگامی که شیر را می خوردند تاجر به اطراف خانه او نگاهی کرد و گفت: تو اینجا به چه کاری مشغولی؟ نریمان جرعه ای از شیرش را نوشید و گفت: کار من رسیدگی به همین چند گوسفند و مرغ و خروس و اسب است و در مزرعه کوچکم کشت و کار و زندگی میکنم. تاجر که تعجب کرده بود سرش را خاراند و گفت:
اینا که کار نیست. برنامه و هدف زندگی چیست؟ چه کاری میکنی تا پیشرفت داشته باشی و وضعیت را بهتر کنی؟ ناریمان کنگار تا آن موقع به اینها فکر نکرده و مدت زیادی بود از زندگی که داشت راضی بود و اطراف کلبه و وسایل ساده‌ای که در آن قرار داشت و میز و صندلی چوبی و تخت خواب نگاهی کرد و بعد هم گفت بیشتر از این فکر نکنم چیز دیگه ای بخوام و از همین که دارم راضی هستم. تاجر که نور آتش روی صورتش حرکت می کرد و هر لحظه به شکلی در می آمد خود را به او نزدیک کرد و گفت تو جوان هستی، نمی خواهی ثروتمند شوی؟ طلا و جواهر دوست نداری؟ لباسای گران قیمت، پول. من هم مانند تو تا چند سال پیش یک زندگی معمولی داشتم، اما شروع کردم به سفر کردن بین شهرهای مختلف و وقتی فهمیدم در کجا چه چیزی زیاد و کجا چه چیزی کم دارند، اسبی خریدم و بار آن را پر از مواد سبکی که کم جا می گرفتند کردم و از روستایی به روستای دیگر می رفتم و با قیمتهای خوبی آنها را می فروختم. بعد گاری درست کردم و بار بیشتری را جا به جا کردم و مدتی بعد چند نفر را استخدام کردم، چرا که توانسته بودم چند گاری و اسب دیگر بخرم و به مرور از خیلی روستاها سفارش می گرفتم و وقتی می رسیدم همه منتظرم بودند و اجناسی را که تهیه کرده بودم را می فروختم و سود می کردم. حالا پس از چند سال در شهر روستا باغ و خانه های مختلفی خریدم، هرچند بار خودم با یکی از کاروان ها همراه می شدم تا سفری کرده باشم و آب و هوای عوض کنم. نریمانم، آن اسب سفیدی که سوار بودم را دیدی؟ می دانی چقدر می ارزد؟ و این کاروانی که مشغول املاج هستم میدانی چقدر ارزش دارد و هر کیسه از ادویه ها چقدر پولش میشود؟ میدونی؟ ناریمان که تا کنون چنین چیزهایی نشنیده مبهوت سخنان تاجر شده بود و به رادیو کیان مهر گوش میداد، گویی نور آتش که روی دیوارها مانند موجهای دریا بالا و پایین می رفتند و هر لحظه به شکلی در می آمدند او را به عالم خیال بردند و خودش را درون قصری با شکوه می دید و مال و اموال فراوانی که به دست آورده و لباسهای گران قیمتی که بر تن دارد و انگشترهای گران بهایش نگاه همه را به سمت خود جلب کرده است. چه نبنده عزیز؟ آره، ناگهان صدای چند ضربه به گوش رسید. ناریمان بلند شد و جلوی در رفت و آن را باز کرد. یکی از مردهایی که همراه تاجر بود یک سینی پر از گوشت و سبزیجات در دست او داد و از تپه پایین رفت. ناریمان سینی آبی شام مفصل را روی میز قرار داد. تاجر بلند شد تا دستانش را بشوید و ناریمان هم همین کار را تکرار کرد.
جلوی مهمانش روی صندلی نشست. تاجر با اشتها شروع به خوردن کرد و بعد هم یک تکه گوشت بریان دست نریمان داد. به او گفت که مشغول شود. نریمان که مدتی بود غذایی به آن لذیذی نخورده بود با ولع شروع به خوردن کرد. آنقدر زیاد بود که با اینکه هر دو یک شکم سیر خوردند باز هم ته ظرف مقدار زیادی باقی ماند. حالا نریمان چشمایش برق می زد و حواسش خوب به انگشترهای گرانبهای تاجر بود که در نور آتش می درخشی. نریمان از تاجر پرسید برای آن که پول دار بشوم باید چه کاری بکنم؟ تاجر در چشمای نریمان نگریست. شراره های آتش که از کنده ها بلند می شد و شام مفصلی که خورده بودند در نریمان تأثیر عجیبی گذاشته بود دوستان، و همچون انسان های مسخ شده به نظر می رسی. دیگر در چشمهایش از آن آرامش خبری نبود و وجودش به آتش کشیده شده بود. احساس می کرد سال هاست عقب افتاده و حالا با تمام وجود می خواست چیزهایی که مرد تاجر گفته بود را به دست بیاورد. دوستاش به جای اینکه با یک لیوان شیر به خواب برود، یک نفر باشد که برایش گوشتای خوشمزه را بریان کند هم وطنان و جلویش بگذارد تا او هر چه میخواهد از آن خوراک خوشمزه بخورد و بعد انگشتهایش را که چرب شده بودند و زیر نگین‌های درخشنده انگشترها برق می‌زدند را تمیز کنه. آره دوست من، تاجر که متوجه اشتیاق و آتش مرد جوان شده بود در چشمای نریمان خیره شد و گفت هر کس در وجودش توانمندی هایی دارد که باید بگردد و آنها را پیدا کند. نریمان گوهر وجود من در معامله کردن بود. شاید مال دو در کشاورزی باشد، شاید در گله‌داری باشد، شاید هم یک شب که کنار ساحل دریای نزدیک اینجا قدم میزنی و چشمهایت را تیز کرده ای تک گوهر گرانبهایی را بیابی و یک شبه راه 100 ساله را بروی. نریمان بعد هم خنده‌ای بلندی کرد و از جایش برخاست و از نریمان خواهش کرد تا اجازه دهد برای خواب به همراهانش بپیوندد. مرد جوان انگار در خلسه فرو رفته باشد، کوچکترین حرکتی نکرد و همانطور که چهره خندان مرد تاجر را مشاهده می کرد که از در کلبه خارج می شد به او نگریست و حتی باد خنکی که از در به سمتش روانه شد نتوانست سوزندگی درونش را سرد کند. دوستان داشت می سوخت. دقایقی را در همان حال ماند و به فکر فرو رفت.
حرفای تاجر دور سرش میچرخید و لبخند را بر روی لبش میآورد. پول، طلا، ثروت چنان در مغزش رخنه کرده بود که نمیتوانست از اندیشش بیرون بیاید. پس از رادیو کیانمر بیرون نرو عزیز من، بلند شد و از پنجره نگاهی به تاجر کرد که همراهش چند چادر به پا کرده بود و او بدون زحمت به یکی از چادرها رفت تا بخوابد و همراهانش هم دور آتش جمع شدند تا از اموال او نگهداری کنند. دوستان، آن شب برخلاف شبهای گذشته تا صبح خواب دید. خوب یک آن خواب می دید که چند گوسفندش بچه آوردند و به صدها گوسفند تبدیل شده و دامنه تپه را پر کردند و او روی تخت قای بزرگ نشسته و از چوپانان میخواهد تا یک گوسفند فربه را کباب کند تا او بخورد. پس از آن خواب دید مرغهایش تخمای طلایی رنگ گذاشتند و مردم روستا برای خرید آنها از روی سر و کله هم رد میشوند تا بتوانند یکی از تخم مرغها را به دست بیاورند. او هم با آرامش در چادری در حال استراحت بود که به ناگهان خروسش وارد شده و شروع به آوای بلند کرد و سبب شد او با ترس از جا بپرد. عزیزانم، نگاهی به اطراف انداخت. هوا هنوز تاریک و خروس که مشخص بود مدت زیادی از سر و صدا به پا کرده، صدایش خراشیده شد و سایر حیوانات هم به سر و صدا افتاده بودند. دیر خوابیدن شب گذشته و شام سنگینی که خورده بود سبب شده بود که برای اولین بار به موقع بیدار نشود و حالا صدای حیوانات شاکی به هوا برخاسته بود. آتش خاموش و به خاکستر تبدیل شده بود. دوستان، نریمان از تختش پایین آمد و نگاهی به پایین تپه کرد. مردان هم بیدار شده و در حال جمع‌آوری چادرها و آماده کردن اسبا و گاری‌ها برای حرکت بودند. وقتی بیرون کلبه آمد، هوا روشن شده بود و خورشید به زودی بالا می‌آمد. تاجر را دید که با خنده پایین تپه برایش دست تکان می‌داد. راهی که تا پایین تپه کشیده بود پیمود تا در را برای آنها باز کند. تاجری که روی اسبش نشسته بود گفت: بی حساب هستیم یا باید مبلغی به تو بپردازم؟ نریمان که احساس می‌کرد از هم نشینی با آن مرد تاجر دستاوردهای زیادی به دست آورده، گفت که نیاز به پرداخت مبلغی نیست و همین که ذهن او را برای داشتن یک زندگی بهتر روشن کرده کفایت میکنه. مرد تاجر به دنبال کاروان که داشت از دروازه خارج می شد رفت و خنده‌ای بلندی کرد و گفت: تو معامله‌گر خوبی نمی شوی، به دنبال کار دیگری برو تا ثروتمند شوی. حاضر بودم 10 سکه بابت این که به ما جا دادی پرداخت کنم، اما تو از آن چشم بوشیدی. آه 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 آه.
بعد هم در حالی که اسب سفید رنگش را از دروازه عبور می داد، دستش را روی هوا تکان داد. نریمان شگفت زده دور شدن کاروان مرد تاجر را نگاه می کرد. ملاقات با او اتفاقی بزرگ در زندگیش بود و حالا دیگر نمی توانست به زندگی که تا آن روز گذشته برای خود تدارک دیده بود ادامه دهد و دائم فکرهای مختلفی به ذهنش می آمد و حواسش به حیواناتی که داشتن خود را به در و دیوار می کوبیدند نبود. دوستان دروازه را بست و آهسته راه خاکی سربالایی را پیمود و در را بر روی حیوانات باز کرد، بدون آنکه مانند روزهای گذشته با آنها خوش و بش کند. روی نیمکت نشست. آن روز را تا شب فقط فکر کرد. نه تخم مرغ‌ها را جمع کرد و نه شیر گوسفندان را دوشید و نه به مزرعه سری زد تا گوجه و خیار و بادمجان و کدو و سبزیجاتی که رسیده بودند را جمع کند. دوستان فقط راه رفت و فکر کرد، فکر و حتی زور که شد و گرسنگی به سراغش آمد متوجه شد که اصلاً برای غذا تدارکی ندیده. دیگر خوردن سبزیجات و شیر و نان و ماست ارزایش نمی کرد و گوشتی که شب گذشته خورده بود را می خواست. ناگهان چشمش به مرغا و خروسا افتاد که داشتن در میان سبزه ها می چریدند و برای ربودن دانه ها به سر و کله هم می زدن. چشمهایش تنگ شد تا جایی که فقط یک مرغ چاق که در حال راه رفتن جلویش بود را می دید. آری آهسته بلند شد و به آن نزدیک شد. آنها بدون هیچ گونه ترسی به خوردن دانه ها از روی زمین ادامه دادند، چرا که سابقه نداشت صاحبشان بخواهد یکی از آنها را بگیرد و کباب کند و به همان تخمایی که می گذاشتند راضی بود. اما لذت گوشت بریان چنان زیر زبان نریمان مزه کرده بود که نمی توانست از آن چشم پوشی کند. دوستان نزدیک خروس و مرغا شده بود، ناگهان با سرعتی جست و مرغ چاق و چله‌ای که میخواست از دستانش بگریزد را روی هوا قاپید و بعد هم با خوشحالی او را به درون کلبه برد و وقتی غروب شد یک مرغ بریان که مانند شب گذشته در نور آتش می درخشید و آو از دهان هر بینندهی و شنوندهی حتی جاری می ساخت روی میز قرار گرفت. رادیو کیان مهری عزیز، هم زبونم نریمان با خنده دستایش را به هم مالید و در حالی که هنوز بخار از روی مرغ سرخ شده به هوا بر می‌خواست رانش را کند و گازی از گوشت پخته زد و لذتی تا عمق وجودش حس کرد که سبب شد چشمایش را ببندد و تکه های گوش را بجود. باز گازی دیگر زد و احساس کرد موجوداتی از درون جشنی به پا کردند و احساس رضایت و آرامش عجیبی را در بدنش
حس کرد گوشت لعنتی. وقتی گوشت مرغ را کامل خورد و سیر شد، بیرون رفت و روی نیمکت نشست و لبخندی روی لبش شناز. عوضی با خودش فکر کرد که پولدار شدن چه لذتی دارد و چه خوب است که بتواند به جای اینکه سبزیجات بخورد، هر روز غذایش گوشتای بریان و کباب خوشمزه باشد. آره، سنگین شد و خوردن گوشت کار خودش را کرده بود دوستان، و حالا فکرش حسابی مشغول شده که چه کند تا بتواند پولهایش را بیشتر کند. آری، تا پاسی از شب بیدار ماند و همچنان به رادیو کیان مهر گوش میداد و به حرفای تاجر فکر میکرد. او باید کار و کاسبی راه می انداخت، اما چه کاری از دستش ساخته بود؟ شما بگید چه نوندگان چی کار می تونست بکنه؟ نه هنری داشت که با آن بتواند پول در بیاورد و نه سرمایهی که آن را به کاری ببندد. دوستان، تمام دارایی و سرمایش همان چند گوسفند و مرغ و خروس و اسب بودند که داشت و تپهی که روی آن زندگی می کرد. خوابش گرفته بود، بنابراین به داخل کلبه رفت و در تختش دراز کشید، ولی رادیو کیان مهر و پالس نکرد. همینجوری داشت گوشت میداد. پس از لحظاتی به خواب عمیقی فرو رفت. تمام شب رویا میدید دوستان، دور خودش میچرخید. عزیزانم، میدید ثروتمند شده و سینیای گوشت بریان و کباب و دیزی در اطرافش پر هستند و او هر کدام را می خواهد به سمتش می آید و آنها را می خورد، دور لبهایش را می لیسد و در خواب لبخند می زد و از آن چیزایی که می دید شاد می شد. در خواب آفتاب زده بود و ناریمان هنوز در تختش به خواب عمیقی فرو رفته بود، اما به مرور احساس کرد صدایی نمی گذارد در تخت بماند. خروس با صدایی بلند آوازش را سر داده و حالا قوقلی قوقو با گذاشتن بالش روی سرش هم نمی توانست بخوابد و سرانجام با چشمایی ورم کرده از خواب برخاست و با عصبانیت بیرون رفت و وارد آول شد و گلوی خروس را گرفت و او را به بیرون پرت کرد. خروس که نزدیک بود خفه شود، صدایی از گلویش خارج شد و بعد هم دوان دوان از جلوی نریمان دور شد. دوستان، نریمان با بی‌حوصلگی در آغل گوسفندان را هم گشود و آنها را رها کرد تا در دامن بچرند. بعد هم اسبش را زین کرد و بیرون آورد تا چرخی بزند. چند روز پیش با خوشحالی و خنده از خواب برمی‌خواست و برای خروس و مرغ ها و گوسفندانش آواز می‌خواند و از دیدن تپه سرسبز لذت می‌برد و با اسبش به تاخت می‌رفت و تمام آن چیزی که از دنیا می‌خواست همان کلبه کوچک اما زیبایش بود که در بالای تپه خودنمایی می‌کرد.
وقتی به میان روستاییان می رفت و تخم مرغ ها و سبزیجاتش را می فروخت با اخلاقی خوش رفتار می کرد دوستان. و اگر هم کسی کم یا زیاد داشت برایش مهم نبود و یا محصولاتی که نیاز داشت محافظه می کرد و به همان که داشت راضی بود دوستان. اما حالا حس دیگری داشت. به نظرش آن خروس و مرغا و گوسفندان کم می آمدن دوستان. دوستاش گلهی بزرگ داشته باشد و آن کلبه کوچک به نظرش برای یکی از قدمش مناسب می آمد. آره جونم، و خود قصری بزرگ میخواست تا طلاها و جواهراتش را در آن بگذارد. پیش خدمتهایی نیاز داشت تا کارهایش را بکنند و برای خودش کسری شن میدانست که به بازار برود و چند تخم مرغ و مقداری سبزیجات بفروشد. آری باید کاری راه میانداخت که بیش از اینها برایش درآمد داشته باشد. تا ظهر آن اطراف چرخید و فکر کرد چه کاری باید انجام دهد دوستان، یه چوپان باید چی کار کنه. اما به نتیجه نرسید و سرانجام اسبش را که گوشه‌ای رها کرده بود تا بیچاره را سوار شد و به سمت کلبه‌اش بازگشت. آری حسابی گرسنه شده بود و حالا فقط مقداری تخم مرغ و هویج و کلم و سبزی تازه برای خوردن داشت. اما مگر اینها شکم او را راضی می نمود؟ مزه گوش زیر زبانش رفته بود دوستان و دیگر نمی توانست خود را نگه دارد. اندکی جلوی کلبه نشست و حیوانات را برانداز کرد. با خودش فکر کرد این مرغ ها همه تخم می گذارند و درآمد ایجاد می کنند، اما این خروس چه فایده ای دارد به جز این که صبح ها اجازه ندهد یک خواب کامل و درست داشته باشم؟ من اکنون بیشتر از هر چیز به فکر کردن نیاز دارم تا راهی مناسب پیدا کنم. صبحا باید هر زمان خواستم از خواب بیدار شوم و این خروس اصلا اجازه نمیدهد بخوابم. بهتر از امروز آن را بکشم و بخورم تا نیرو برای فکر کردن داشته باشم تا ببینم فردا چه میشود. آن مگه نه؟ بعد هم از جایش برخاست و به سمت حیوانات رفت. انگار آنها هم فهمیده بودند حیوانی ها که این نریمان آن آدم گذشته نیست جون دل، و دیگر نمی شود به او اعتماد کرد و جنون وجودش را فرا گرفته بود. شنوندگان عزیز، برای همین با برخاستنش از او فاصله گرفتند و مقداری دورتر شدند. نریمان که خشمگین شده بود به سمت خروس حمله ور شد، اما نتوانست او را بگیرد. هر چه می دوید به او نمی رسید و خروس فرار می کرد. سرانجام خسته شد و به کلبه بازگشت و چوب دستی را که همیشه برای محافظت از خود گوشه دیوار قرار می داد را برداشت و بیرون رفت. و خروس دوباره مشغول خوردن دانه شده بود و مرغ ها را زیر نظر داشت و دائم صدایی از گلویش خارج می کرد. قوقل قوقل قوقل. نریمان به آهستگی جلو رفت و به مرور به آنها نزدیک شد. روی زمین نشست و به آرامی طوری که توجه آنها را جلب نکند با حرکاتی روی زمین رفت و وقتی احساس کرد به نزدیکی آنها رسیده، در یک لحظه چوب دست را به سمت خروس نگون بخت برد کرد و خروس که از ضربه‌ای که خورده گیج شده بود دور خود میچرخید
که نریمان پرید و او را قاپید و در آغوش گرفت و بعد هم لبخند شیطنت آمیزی زد، به سمت کلبه راه افتاد و آتش را برافروخت. چند ساعت از ظهر گذشته که گوشت خروس سرخ شده و سیب زمینی هایی که در اطرافش چیده بود آماده گشت و آن را روی میز گذاشت و بعد هم رفت و دستایش را شست و با لذت شروع به خوردن گوشت خروس کرد و بلند با خود میخندید و میگفت چه غذای خوشمزه‌ای، چه غذاهای خوشمزه‌ای داشته که از آنها غافل بوده، ای داده بیداد. و هر روز به خوردن شیر و تخم مرغ و بادمجان و کاهو و کلم بسنده میکرده دوستان. این بار مقداری از غذا اضافه آمد که آن را برای شب نگه داشت و بعد هم بیرون رفت تا غروب خورشید را تماشا کنه. این کارش خوب بود. حیوانات به مرور از اطراف برگشته بودند و یک به یک وارد آغل‌هایشان می شدند تا بخوابند و نریمان به آنها می گفت کجا می روید ایوانات عزیزم؟ بیایید کمی با هم بیدار باشیم و درباره بولدار شدنم بیاندیشیم. بعد هم بلند خندید و قهقه زد، دستهایش را پشت سرش حلقه کرده و یکی از پاهایش را روی پای دیگر قرار داده و روی صندلی چوبی که همچون گهواره بالا و پایین می رفت لم داد و به ساحل دریا که در دور دست ها نمایان شده بود خیره شد و با خودش فکر کرد چه کاری باید بکند که بتواند پولدار شود. تاجر گفته بود که او به درد معامله و خرید و فروش نمی خورد، چرا که این کار فن بیان خوبی لازم داشت که باید از مالت تعریف و تمجید کنی تا بتوانی بفروشی و هنگامی هم که میخواهی چیزی را بخری باید قیمتش را بدانی و مقداری سر مال بزنی تا بتوانی با پول کمتری آن را بخری تا سود بیشتری کنی عزیزم. اما تاجر راست گفته بود، او به درد این کار نمیخورد. قلب مهربانش سبب می شد تا دلش زود رحم بیاید و درو گفتن را هم بلد نبود. البته تاجر گفته بود این دروغ نیست بلکه هنر فن بیان است. آری به هر حال این چیزی نبود که از دست او ساخته باشد، بنابراین همانطور که تاجر گفته بود باید به دنبال توانمندی خود می گشت تا با آن می توانست راهش را پیدا کنه. لحظه ای با خود فکر کرد حالا که مرتعی در اختیار و چند گوسفند نیز دارد بهتر است از آنها بره بگیرد و به مرور آنها را بزرگ کند و گلش را افزایش دهد و بعد هم یک چوپان از دهکده استخدام کند تا گله را به چرا ببرد و او هم بتواند به سایر کارهایش برسد، به ستاره ها که حالا آسمان تاریک را به تصرف خود درآورده بودند نگاه انداخت و گفت گوسفندانم به اندازه ستاره های آسمان خواهد بود. بعد هم در حالی که غمیازهی بلندی می کشید بلند شد و آتشی افروخت تا خوراک گوشتی که از عصر باقی مانده بود را بخورد. وقتی داشت غذا را میخورد احساس میکرد این گوشتای مرغ و خروس دیگر به او نه نمیچسبد و دوست داشت همچون همان شب که همراهان تاجر یک گوسفند را کشته و کبابش کرده بودند گوشت قرمز بخورد هموطن.
صحنه روز بعد را با خودش مرور کرد که در مرتع باید به دنبال گوسفندان بدود تا یکی از آنها را بگیرد. بنابراین تصمیم گرفت اول صبح که بیدار شد یکی از گوسفندان را بگیرد و بکشد تا چند مدتی را از گوشتش استفاده کند. بهتر بود روز بعد در این باره تصمیم میگرفت، چرا که اکنون بسیار خوابالود بوده و باید میرفت تا بخوابد. دوستان وقتی روی تخت قرار گرفت و داشت رادیو کیان مهر گوش میداد و چشمانش روی هم رفت، باز هم تا صبح خوابهای گوناگون دید و حالا که خروسی نبود تا سایرین را پیش از طلوع خورشید بیدار کند، همگی تا ساعتی پس از طلوع خورشید خوابیدند. به مرور حیوانات بیدار شدند و شروع به سر و صدا کردند و نریمان هم که سنگین شده بود با سختی از خواب بیدار شد و سلانه سلانه به سمت آقل حیوانات را افتاد و در را که باز کرد همه ی حیوانات با عجله به بیرون دویدند. اما آخرین گوسفند که میخواست از زیر دستان او بگریزد در آغوش نریمان آرام گرفت. او روی زمین نشسته و گردن گوسفند را در دستانش گرفته و گوشتش را زیر انگشتانش سبک و سنگین می کرد تا ببیند چقدر فربه شده. بعد هم گوسفند را کشان کشان به سمت پشت کربه برد و وقتی آبی به حیوان داد، چاقویی نیست که همراه داشت را در آورد و کاری که نباید می کرد را انجام داد. او اگر می خواست پولدار شود باید مدتی صبر می کرد شنونده عزیز و خودش را نگه می داشت تا آن گوسفند بره‌هایی بیاورد تا تعدادشان زیاد شود. اما نریمان بدون آنکه گامی برای ثروتمند شدن بردارد و تلاشش را بیشتر کند تا به ثروت برسد، فقط در رویا به سر می برد دوستان و خوردن گوشت و وقت گذراندن و تفریح را از تاجر یاد گرفته بود، غافل از این که حتی تاجر هم که اکنون ثروت زیادی داشت و شاهانه زندگی می کرد، مدت زمان درازی را به کار سخت و تلاش طی کرده بود دوستان من و حالا پس از سالها می توانست استراحت کند و از دسترنج سالیان سال کار کردنش از زندگی لذت ببرد و به تفریح بپردازد. شنوندگان عزیز، دوستان من، نریمان با خود می گفت بهتر است نیروی کافی برای فکر کردن درباره اینکه چه کاری می توانم انجام دهم داشته باشم و گوشت و کله و پاچه این گوسفند تا مدت زمان زیادی می تواند من را سیر نگه دارد و با فکر باز در این باره تصمیم های خوبی می گیرم. اما او اشتباه می کرد دوست من، چرا که تا چشم باز کرد دید که تمام کله و پاچه گوسفند را طی چند روز صبح‌ها که از خواب بیدار می شد خورده و گوشتش را هم که قرمه کرده رو به پایان است و سیرابی و شیردان گوسفند را هم شب که می شد بار می گذاشت و میل می کرد و تنها چیزی که از گوسفند باقی مانده بود پوستینی بود که کف اتاقش بند کرده بود و گاهی شبها روی آن می نشست و ساعتها به شعله های آتش می نگریست و رویای پولدار شدن می دید.
نریمان تصمیم گرفت تا مدتی با اسب میان روستا و شهرهای اطراف سری بزند تا ببیند چه کاری انجام دهد. دوستان چی کار باید میکرد؟ تو قسمت کامنت همین اپیزود برامون بنویسید، راهنماییش کنید نریمانو چی کار باید میکرد. شنوندگان گرامی، صبح بیرون میرفت و به مزارع اطراف سرکشی میکرد و وقتش را در میان روستاییان میگذراند تا ببیند هر کسی چه کاری انجام میدهد. هنگامی هم که به خانه برمیگشت چیزی برای خوردن نداشت دوست من، چرا که مدتی اصلاً به باغچه‌ای که درست کرده بود رسیدگی نکرده و تمام سبزیجاتی که کاشته بود خوش شده بودند. اما او خود را دلداری می داد دوستان که وقتی پولدار شود دیگر نیازی به این که بخواهد به باغچه کوچکش رسیدگی کند نخواهد داشت و باغبانهایی استخدام خواهد کرد تا باغهای میوه او را آبیاری کنند، بله، و برایش میوه بچینند، چرا که نه؟ به زودی عزیزان من، دوستان مهربانم، به زودی دومین گوسفند را هم زمین زد و کشت و مدتی دوباره لذت خوردن کباب و دیزی و قرمه را چشید و بدون آنکه دستاوردی داشته باشد به میان روستا و زمین‌های اطراف می‌رفت و دست خالی باز می‌گشت. وقتی مردمی را می‌دید که هر کدام با سختی کارهایی را انجام می‌دهند با خود می‌گفت این راه خوبی برای پولدار شدن نیست و باید سالهای سال در این کار و هنر و شغل فعالیت کنم تا به جایی برسم و ثروتی بیاندوزم. من باید کاری بکنم تا خیلی سریع پولدار شوم تا بتوانم شاهانه زندگی کنم و اگر دوباره تاجر را دیدم از این که انقدر سریع در زندگی پیشرفت کردم او را متعجب کنم. شنوندگان گرامی، دوستان من، چند ماهی گذشته و به مرور پاییز از راه میرسی. الانم پاییزه، امروز سومین بارون پاییزی تو تهران باری. الان پنجشنبه 20 مهر ماه 1402 هست و پاییز طلایی در پیش رو خواهیم داشت به نظر من. و همکنون شب از نیمه شب گذشته و ساعت 12:35 بامداد است و من دارم براتون کتاب میخونم. و خلاصه به مرور پاییز از راه میرسید و مردم روستا که بهار و تابستان گرم را به کار و کوشش گذرانده بودند به خانه هایشان میرفتند دوستان تا با پول و محصولی که جمع کرده زندگی کنند. نریمان به میان روستا که میرفت افراد کمی را میدید و مزارع هم از کشاورزان خالی شده بود. باد سردی روی بدنش میوزید و او هم خود را روی اسب جمع میکرد و به کلبه باز میگشت. به مرور نگرانی به سراغ نریمان آمده و همچون کسی بود که سالهای زیادی را از دست داده و اکنون میخواهد یک شبه به چیزی برسد و احساس میکند برای این کار خیلی دیر شده و انجام کارهای موقتی و
کم درآمد هم به دستش نمیگره. باغچه‌اش خوش شده بود و حالا حتی همان مقدار هویج و گوجه و سیب زمینی و سبزیجات را هم برای خوردن نداشت. دوستان، از مرغ و خروس‌هایش چیزی باقی نمانده و همه را کشته و خورده بود و تنها یک گوسفند و یک اسب برایش باقی مانده بود. نریمان که تمام سرمایه‌اش را از دست داده بود و خجالت می‌کشید برای انجام کارهای جزئی به روستا برود و برای دیگران کار کند، در خود فرو رفته و روزها با مقدار خشکباری که از گذشته خوش کرده بود خود را سیر می کرد و دیگر در آن هوای سرد حتی حال بیرون رفتن را هم نداشت. دوستان، ای روزگاه، احساس پشیمانی می کرد عزیزانم. دلش برای آن زندگی که داشت تنگ شده بود. برای آرامشش و برای همان خوراک ساده و نان و ماست و دوغی که میخورد، اما دیگر خیلی دیر شده بود و اگر آن گوسفند را نمیکشت از گرسنگی میمرد. بنابراین با وجود اینکه به شدت غمگین بود، گوسفند را کشت و این بار به جای آن که شاهانه کباب و قرمه هایی که از گوشت به دست می آمد بخورد، بیشتر آن گوشت ها را سوپ و یا دیزی کرد تا مدت زمان بیشتری طول بکشد تا تمام شود و ببیند چه می تواند بکند. دوستان، نمی توانست باغچه‌اش را زنده کند، چرا که حالا در آن هوای سرد هیچ کشت و کاری نمی توانست بکند. نه تخم مرغی از مرغ‌ها به دست می آمد تا آنها را بخورد و اضافه آن را بفروشد و نه گوسفندی داشت تا رویای پولدار شدن را با زیاد کردن آنها تحقق بخشد. دوستان، با شروع اولین برف ذخیرش تمام شد و حالا نریمان دوباره پریشان و گرسنه در کلبهش صبح را شب و فکر میکرد. دوست من، چند روز بعد پوستینایی که از گوسفندان به دست آورده بود را به روستا برد و به مقداری سبزیجات و سیب زمینی و تخم مرغ محافظه کرد و به کلبه بازگشت تا با اندیشه های پولدار شدنش زندگی کند. دوستان، آری، وقتی آن مقدار اندک غذا هم تمام شد، دیگر چیزی برای خوردن نداشت و حالا اسبش هم برای او دردسر شده بود، چرا که باید غذایش را با او تقسیم می کرد و او که چیزی نداشت می دید که هر روز اسبش لاغرتر می شود. سرانجام آری افسار آن را گرفت و پیش کت خدای ده که به اسبهای بیشتر نیاز داشت رفت و آن را به قیمت خوبی فروخت. وقتی پولها را گرفت به چند تا از روستایی ها سر زد و گندم و سیب زمینی و تخم مرغ خرید و به خانه بازگشت. خوشحال بود که حداقل زمستان را می تواند با آذوقه اندوخته سپری کند و گذران عمر کند. شنونده گرامی، این است آدمی. یک شب که در تاریکی و سرمای کلبه نشسته بود و فکر می کرد، یاد سخنان تاجر افتاد. او گفته بود یا کارهایی را بکند که می تواند او را به سمت ثروتمند شدن هدایت کند و یا به کنار دریا برود تا شاید گوهری گرانبها را بیابد و پولدار شود.
زمستان و اواخرش رسیده بود و صبح روز بعد نریمان با خوشحالی به سمت ساحل دریا رفت و شروع به پیمودن مسیر و نگاه کردن به اشیایی که گاهی دریا با خود به ساحل می آورد نمود. روزها می گذشت و او چیزی پیدا نمی کرد دوستان، اما گمان می کرد حتما سرانجام گوهری خواهد یافت که زندگیش را دگرگون خواهد نمود. ساحل به مرور پر از مردمی می شد که برای تفریح و شنا کردن به آنجا می آمدند و دیگر همه آن جوان لاغرندام را می شناختند که فرسنگ ها کنار ساحل را می پیماید و به دنبال گوهر می گردد و از آنها می پرسد که آیا چیزی نیافتند؟ و هر بار نامیتر از روز قبل به کلبه بر می گشت و به خود دلداری می داد که حتما فردا آن اتفاق بزرگ می افتد و باز دوباره این کار را تکرار می کرد. دوستان، از این نریمانا سراغ داری؟ یا خودت نریمانی؟ مثل نریمانی؟ آیا دوروورمون از هر 10 نفر چند تاشون شکل نریمانه؟ برام جالبه بدونم از هر 10 نفر چند تاشون نریمانن، چند تاشون اون تاجره؟ یه عدد بگو. سپاس از همراهی پرمهر شما. با لایک، شیر، سابسکرایب و اگر مایل بودید از طریق لینک پایین هر اپیزود با حمایت مالی در راه توسعه فرهنگ کتابخوانی با من سهیم باشید. تهیه شده در استدیوی قلبم، رادیو کیان مهر. سرنوشت دوم. شنوندگان عزیزم، یک شب که در کلبه آماده خواب می شد چند ضربه به در خورد. با شگفتی نیمخیز شد و به در نگریست. چه کسی می توانست باشد؟ نکند تاجر بود که دوباره از آن حوالی می گذشت؟ اما اگر او را در این حالت می دید چه می شد؟ تصمیم گرفت در را باز نکند، چرا که خجالت می کشید و سرش را زیر پتو کرد. چند ضربه دیگر به در خورد اما از جایش تکان نخورد. اما ناگهان به فکرش رسید که تاجر گفته بود حاضر است 10 سکه بابت اسکان در آن مکان به او بدهد، و وقتی برق پولها جلوی چشمش آمد از روی تخت پایین پرید و در را گشود. با شنیده شدن صدای در، پیر مردی که چند قدمی از کلبه فاصله گرفته با خوشحالی برگشت و به او نگاه کرد. نریمان با دیدن درویش ژنده پوش به شانس بدش نفرین گفت و میخواست در را ببندد دوستان که درویش گفت: جوان، غریبم، هیچ چیزی از تو نمیخواهم، فقط اجازه بده در گوشه کلبت بخوابم و صبح زود هم از اینجا بروم. عزیزان من، نریمان به خاطر مهربانی ذاتیش در را گشود و از او دعوت کرد که به کلبه بیاید.
درویش داخل شد و کیسه‌ای که بر دوش داشت زمین گذاشت و گوشه ای نشست تا خستگی در کند. نریمان که مدتی با کسی صحبت نکرده بود فرصت را غنیمت شمرد و پرسید: کارت چیست پیرمرد؟ کجا هستی؟ چه میکنی؟ درویش دستی به ریش پرپشتش کشید و گفت: در طبیعت خدا سیر میکنم، از نشانه های او لذت میبرم و با او راز و نیاز میکنم و با مخلوقات او وقت میگذرانم. نریمان خنده‌ای کرد و گفت: و درون آن کیسه کهنه چه داری؟ چیزهایی دارم که من را از دنیا و مردمش بی نیاز می کند. نریمان که چشمایش دوباره گرد شده بود با تعجب به پیر مرد نگاه کرد. با خود گمان کرد شاید او گنجی یافته و یا پول زیادی دارد و حالا می رود تا زندگی خوبی برای خود بسازد. در فکر بود که پیرمرد سرش را روی کیسه گذاشت و به خواب رفت. نریمان هم سرش را روی بالش گذاشت و تلاش کرد بخوابد، اما تمام شب فکر می کرد و با شیطان که دائم در گوشش می‌خواند که به سراغ پیر مرد برود می‌جنگید. دوستان، آری می‌جنگید. بسیار کنجکاو شده بود بداند داخل آن توبره چیست که پیر مرد را از دنیا بی نیاز می‌کند. سرانجام نزدیکی‌های صبح بود که نتوانست تحمل کند و به سراغ پیر مرد رفت که خوابی عمیق او را فرا گرفته بود. مقداری سرش از روی توبره کنار رفته و می توانست دستش را داخل کند. به آرامی دست داخل دهانه کیسه برد و محتویاتش را لمس کرد. مقداری دستش را جلوتر برد و اجسامی سخت را حس کرد. نفسش بند آمده بود. دوستان، آیا آنها تکه های طلا بود که به این شکل در آمده بود و یا کیسه های سکه های طلا و نقره با خود داشت؟ اصلا یادش رفته بود که پیرمرد سرش را روی کیسه گذاشته و دستش را کامل درون آن فرو برد. پیرمرد تکانی خورد و نریمان را بالای سرش دید که دستش را تا نیمه درون کیسه‌اش فرو برده. با هم چشم در چشم شدند و در یک آن نریمان عقب پرید و کاردی را که با آن گوسفندانش را کشته بود در دست گرفت و فریاد کشید: باید این طلا را به من بدهی. پیرمرد که هنوز چشمایش خوب باز نشده بود و در خواب و بیداری بود عقب خزید و به دیوار تکیه داد و گفت: تمام اینها مال تو جوان، تمام اینها. بعد هم با دست کیسه را به سمت او هل داد. نریمان که خون جلوی چشمانش را گرفته بود کیسه را به سمت خود کشید و در تاریک روشنای بام دادی که هنوز خورشید کامل کلبه را روشن نکرده بود داخل کیسه را نگاه کرد. وقتی در آن را گشود با شگفتی مقداری نان خشک و یک تکه پارچه و کوزه آب و چند کتاب دید و هر چه محتویات کیسه را
بالا و پایین کرد چیز دیگری نیافت دوست من. رو به پیر مرد کرد و گفت: تو دیوانی؟ آیا طلاهایت را جایی پنهان کرده ای؟ درون لباسهایت چه چیزی پنهان کرده ای پیر مرد؟ پیر مرد که با آرامش و لبخند به دیوار تکیه داده بود گفت: من چیزی پنهان نکردم جوان، اما شیطان درون تو لانه کرده و پنهان شده و خود خبر نداری. مگر من از این دنیا جرعه آب و لقمه نان و پوششی برای جلوگیری از سرما و گرما چه چیزی لازم دارم که به خاطرش خودم را به این در و آن در بزنم؟ اینها چیزایی است که من را از دنیا و مردمانش بی نیاز می کند عزیزم. می توانستم روی تخت سنگی و یا در کنار درختی پارچه‌ای روی خود بکشم و به خواب بروم، اما در این کلبه شیطانی را دیدم که با تو دست به گریبان است جوان و رهایت نمی کند. آمدم تا تو را نصیحت کنم و از این منجلاب نجات دهم جوانک. نریمان با چشمایی از عدق در آمده به پیر مرد می نگریست و چاقو از دستش رها شد و به زانو افتاد و سرش را میان دستان گرفت و تا جایی که می توانست گریست. بعد هم در میان اغ گریه گفت: من شرایط خوبی داشتم، از زندگیم راضی بودم و به خاطر لقمه نانی که می خوردم خوشنود بودم و شبا با آرامش به خواب می رفتم تا اینکه شبی تاجری مهمان من شد و آی داده می داد. گریه امانش نداد شنوندگان و حقیقش به هوا برخاست. پیر مرد که تا انتهای ماجرا را حد زده بود دست روی شانه جوان گذاشت تا آرام شود و گفت: بعد هم از مال و منال دنیا گفت و تو را هوایی کرد که برای رسیدن به ثروت بیشتر و پول و طلا و خدمه و پیش خدمت و خوردن غذاهای آنچنانی مردی پولدار شوی، درست است؟ نریمان که حالا آرام شده بود با شگفتی گفت: تو از کجا میدانی؟ حد زدنش کار سختی نیست جوان، تو اولین نفری نیستی که این مال دنیا نیست و نابودش میکند، از آخرین نفرم نخواهی بود عزیز من. من را ببین، برایم فرقی نمی کرد اگر همینجا خونم را زمین می ریختی و یا به زندگی ادامه دهم. من به این دنیا و مال و زرق و برقش بی اعتنا هستم و اصلا چشم داشتی نه به ثروت نه به قدرت و نه به شهوتش ندارم. از خصلت‌های حیوانی خود را خالی کردم و از دنیا بریدم و سال‌ها در کوه و دشت و بیابان مسیر را می‌پیمایم و نانی برای خوردن و آبی برای نوشیدن دارم و حتی این استخوان‌های نحیفم هیچ حیوان وحشی را به خوردنم تحریک نمی‌کند جوان. اما ببین آتش مال و ثروت دنیا با تو چه کاری کرده؟ نریمان که انگار تازه از خوابی عمیق
بیدار شده باشد روی تخت نشست و گفت: درست میگویی، حالا باید چه کار کنم؟ پیرمرد گفت: خود را از مال دنیا بی نیاز کن، کوچکترین توجهی به ثروت و مقام و شهوت نداشته باش، خودت را بشناس، آگاهی و دانستایت را بالا ببر و به رادیو کیان مهر گوش کن. به مرور خواهی دید که آرامش نصیبت خواهد شد جوان. بعد هم از جایش بلند شد و از کیسه‌اش کتابی بیرون آورد و رو به جوان گرفت و گفت: این را بخوان، پر از داستان‌ها و حکایت‌های آموزنده از کسانی است که از مال دنیا چشم پوشیدند و رستگار شدند. نریمان با تعجب کتاب را در دست گرفت و به آن نگریست. پیرمرد با خنده گفت: پس خواندن و نوشتن بلد نیستی، همین از که با سخنان تاجر خام شده ای و راه به بیراه رفتی عزیز من. سپس کیسه‌اش را که روی کولش نهاده بود زمین گذاشت و روی صندلی نشست و شروع کرد به یاد دادن حروف الفبا به نریمان دوستان. او هم با علاقه به سخنان پیرمرد گوش می داد و می آموخت مثل شما. نریمان از اینکه آن درویش به خانه‌اش آمده بسیار خرسند بود، چرا که حقایقی را به رویش باز می کرد و می گفت که تا پیش از آن نشنیده بود و پس از یک ماه از اقامت آن پیرمرد در خانه‌اش می توانست کتاب را بخواند و منظور از حکایات و آموزه ها را بفهمد و درک کند. دوستان من، روزی پیرمرد که می دید نریمان کامل به خواندن و نوشتن مسلط شده و حالا می تواند به تنهایی کتاب را بخواند، کیسه را روی دوشش انداخت و بیرون رفت و جوان را در رویای خیش تنها گذاشت. نریمان ساعتی را به فکر کردن گذراند. پیرمرد راست می گفت دوستان، آرامش زندگی در بی توجهی به دنیا و این چیزی که سبب شده بود او همچون دیوانه ها به ساحل دریا برود و آنجا را بکاود و آتش پول و ثروت برود. بیرون رفت و به سبزه ها و درختان نگریست، به ابرها، به آسمان، به دریا که آبی و زیبا بود دوستان. نفس عمیق می کشید، تلاش می کرد با ورود هوای تازه به ریه هایش افکار منفی را خارج کند. به درون خانه رفت و تکه نانی برداشت و در دهان گذاشت و گفت: این همان چیزی است که من را از دنیا بی نیاز می کنه. من دیگر از خوردن و خوابیدن و تنبلی لذت نخواهم برد، همین مرا بس است. چشمش به کتاب افتاد، آن را برداشت و شروع به خواندن کرد. کتابی قدیمی بود دوستان که کاغذهایش خورده و پوسیده شده بودند. با خواندن هر مطلبی لذتی سرشار نصیبش می شد و نمی توانست آن کتاب را کنار بگذارد. چندین روز گذشت و او همچنان در خانه مشغول خواندن و اندیشیدن بود دوستان.
مثل شما جویندگان و پویندگان راه اندیشه. به نظرش آن درویشی که داستانش در کتاب آمده بود انسانهایی خوشبخت بودند که از مال دنیا بریدند و پس از مدتی سختی کشیدند دیگر میلی به هیچ چیز این دنیا نداشتند. مدت زیادی را بیرون کلبه می‌ایستاد و در ماه و ستارگان و رفت آمد روز و شب و زندگی انسان فکر می‌کرد و هر بار بیشتر به این سخنان پیرمرد می‌رسید که هیچ چیز این دنیا ارزش دل بستگی ندارد و باید تا جایی که میتواند از آنها فاصله بگیرد. دوستان، تابستان داغ شروع شده بود و نریمان با جرعی آب و تکه نان روزش را شب میکرد و با کمال تعجب میدید که تمام آذوقه‌ای که گمان میکرد تا پایان زمستان بیشتر برایش عمر نکند اکنون تمام تابستان برایش کافی بود. دوستان، اصلا اگر همه آذوقه‌اش هم تمام میشد با ریشه های گیاهان وحشی هم میتوانست زندگی کند و از آب باران بنوشد. دیگر نه به کنار دریا می رفت و نه آتش گردآوری ثروت و یافتن گوهر گرانبها را داشت و شبانه رو هرمس بیبشیم ببینم کامل دیگر نه به کنار دریا می رفت و نه آتش گردآوری ثروت و یافتن گوهر گرانبها را داشت و شبان روز کارش مطالعه و گردش در میان طبیعت و عمیق شدن در جهان آفرینش شده بود. اندامش نحیف و موی سر و صورتش بلند شده بود و هیبتی عجیب پیدا کرده بود. دوستان، عجیب، هنگامی که نخستین بادهای پاییزی مثل الان امروز که دوشنبه 24 مهر ماه سال 1402 هست و بارون پاییزی به چه قشنگی داره میباره، البته اینجا تهرانه، جاهای دیگه نمیدونم، و چشم و صورت غبارآلوده شهرمون تهران رو میشوره، اونجا هم نخستین بادهای پاییزی وزیدن گرفته بود. دوستان، دیگر چیزی برای خوردن نداشت و او که اصلا برایش مهم نبود از کلبهش بیرون رفت تا میوه وحشی و یا ریشه گیاهی یا چیزی پیدا کند تا بخورد. راه مخالف روستایی که همیشه برای داد و ستد به آنجا میرفت را پیمود. دوست نداشت مردمی که از قبل میشناخت او را با این هیبت ببینند. دوستان، بنابراین به سمتی دیگر رفت. مدتی که گذشت از دور دهکده‌ای نمایان گشت و به میان آن وارد شد تا شاید بتواند خود را سیر کند. وقتی در دهکده گام بر می داشت به خانه های گلی و خشتی نگاه می کرد و درختان و مرغ و خروس هایی که رها بودند را می نگریست. به ناگاه از جلوی خانه‌ای گذشت و دید که سر و صدایی از داخل خانه می آید. جلو رفت و در را کوبید و منتظر ماند، اما خبری نشد. محکمتر به در کوبید. پس از لحظاتی جوانی خشمگین جلوی در آمد و فریاد کنان پرسید که چه کسی است که مزاحم آنها می شود و چه کار دارد؟
وقتی در را باز کرد با مردی نحیف روبرو شد که ظاهری عجیب داشت. آخرین بارهایی که نریمان بیرون از خانه آمده بود، جوانی نیرومند و قوی هیکل بود دوستان، که جوانی و شادابی در صورتش دیده می شد و حالا با موها و ریش‌های بلند و لباس‌های مندرس و کهنه امکان نداشت کسی او را بشناسد. جوان با تعجب پرسید: تو کیستی و اینجا چه می کنی؟ نریمان از جوان مقداری آب خواست. جوان هم او را به درون خانه دعوت کرد که برای مرد آب بیاورد. زن که چشمش به مرد عجیب افتاد، لحظه ایستاد و او را نگریست و بعد هم بخچه ای را زمین گذاشت و رفت تا در ظرفی آب بیاورد. نریمان وقتی آب را می گرفت از زن جوان پرسید: می خواهی خانه این مرد را ترک کنی؟ چرا؟ زن با ناراحتی گفت: این زندگی نبود که من انتظارش را داشتم. همسرم مردی فقیر است و نمی تواند خواسته‌های من را برآورده کند. طلایی را که به من قول داده بود را نتوانست تهیه کند و حالا من با این وضعیت نمی توانم به زندگی ادامه دهم. نریمان با تأسف سرش را تکان داد و بعد هم اجازه خواست و لب حوض نشست و داستانی را از کتابی که خوانده بود نقل کرد. زن جوان که تا آن روز کتابی نخوانده و چنین چیزی نشنیده بود، از شگفتی چشمایش گشاد شده و در برابر نریمان روی زمین نشست و به صورت او چشم دوخت. نریمان که دید دل زن نرم شده، داستانی دیگر گفت که اشکای زن را سرازیر کرد دوستان. بعد هم به زن گفت که صبر پیشه کند و قناعت کند و کنار همسرش که عاشق اوست بماند و به او کمک کند تا زندگی خوبی داشته باشند و مطمئن باشد که به زودی با همکاری هم رزق و روزی به خانه آنها سرازیر خواهد شد. و بعد هم بلند شد و از در بیرون رفت. دوستان من، زوج جوان در پیش دویدند و او را مشایعت کردند و در حالی که خشم و تنفر میانشان به عشق و محبت تبدیل شده بود دوستان، شگفت زده از ملاقات آن مرد عجیب به درون خانه رفتند. نریمان در کوچه می رفت که ناگهان دستی از پشت روی شانه‌اش خورد. برگشت و جوان را دید که مقداری نان و میوه جلویش گرفته و از اینکه او امروز در خانه‌شان گام گذاشته بود با تمام وجود تشکر می کرد. می گفت که او همسرش را دوباره به زندگی امیدوار کرده و این به برکت حضور امروزش بوده. نریمان لبخندی زد و در حالی که مقداری نان که در دست جوان بود را برمی داشت گفت: باقی اینا را با همسرت بخورید، من از این آب بی نیازم. و سپس در حالی که کوچه را پشت سر می گذاشت نان را خورد و پیش رفت و وقتی به سر مزرعه‌ای رسید که گندمایش برداشت شده و تنها کاه روی زمین ریخته بود جلو رفت، مشتی کاه در دستش گرفت و شروع به فکر کرد. عزیزانم،
در میان مزرعه پیش رفت و به درخت‌های باقی رسید که آخرین میوه‌ها از درخت آویزان بودند و رو به خرابی گذاشته بودند. دوستان با خنده از کنار آنها گذشت و راه بازگشت را در پیش گرفت. او در اثر تمرین میل به دنیا را در خود کشته بود و حالا اگر یک گوهر گرانبها نیز سر راهش افتاده، محال بود که حتی ذره وقتش را صرف نگاه کردن به آن کند. مدتی که در میان درختان و مزارع وقت گذراند، دید که خورشید در حال غروب است و به مرور بر سرمای هوا افسوده می گشت و بنابراین به سمت کلبهش بازگشت. وقتی به نزدیکی دهکده رسید، با کمال تعجب جماعتی را دید که به سمتش می آیند. او که چیزی برای از دست دادن نداشت، با آرامش و وقار گام برداشت و وقتی روستاییان به او رسیدند، ایستاد تا ببیند از او چه می‌خواهند و چه چیزی سبب شده تا به سراغ او بیایند. وقتی مردم رسیدند، با تواضع در برابر او خواستند تا آن شب را مهمان دهکده باشد تا مردم از سخنان او بهره‌مند شوند. گویی آن پسر و دختر در مدتی که او به سمت مزارع و باغ‌ها رفته، به همه جزئیاتی را که اتفاق افتاده را اطلاع دادند و مردم دوست نداشتند مردی فرزانه و نیک مانند او را از دست بدهند و میخواستن در روستا پذیرایش باشند. ای جانم، کت خدا در نزدیکی خانه بزرگش یک خانه خشتی داشت که مدتها بود کسی در آن ساکن نبود. با کمک اهالی روستا آنجا را آماده کردند و آتشی در آن افروخته بودند و با احترام نریمان را به آنجا مشایعت کردند. دوستان، رخت خوابی گرم و نرم در گوشه ای از اتاق به چشم میخورد و ظرفی میوه و خوراکی را در گوشه دیگر نهاده بودند و کت خدا چند لست لباس نیز در اتاق آویزان کرده بود. وقتی نریمان وارد شد، اخمایش را در هم کشید و از گام گذاشتن درون خانه تفره رفت. کت خدا با پریشانی گفت که آیا جمع کسری وجود دارد و او چیز دیگری نیاز دارد که برایش فراهم نکرده اند؟ نریمان گفت اگر میخواهید به این خانه وارد شوم، خوراکی ها و میوه ها را از آن خارج کنید و لباس ها را هم بردارید و آن رخت خواب را هم خارج کنید. اما نمدی که روی زمین پهن است کافی است و نیازی به آن همه خوراکی نیست. من یک تک نان و جرعه آب کفایتم می کند. مردم همه تعجب کرده بودند دوستان و شرایط خانه را همانطور که گفته بود در آوردند و سپس نریمان وارد خانه شد. عده‌ای از اهالی وارد شدند و در برابر او نشستند. نریمان شروع به سخن گفتن برای آنها کرد. چیزهایی می گفت که هیچ کس تا آن زمان نشنیده بود و داستانهایی که از زبان نریمان می شنیدند برایشان بسیار عجیب و جالب بود. پس از آنکه نریمان برای عده‌ای سخن می گفت، همه زود می رفتند تا از چیزهایی که شنیده اند برای سایر اهالی روستا
بیان کنند و به زودی آوازه او در میان مردمان دهکده های اطراف هم پیچید و خیلی ها به دیدار او می آمدند. نریمان چند روز بعد نریمان می خواست از آنجا برود که کت خدا و اهالی با التماس از او خواستند تا در میانشان بماند و آنها را از شنیدن آن سخنان گرانبها محروم نکند. در آن دهکده و روستای اطراف کسی سواد خواندن و نوشتن نداشت و این سبب میشد تا نریمان چیزهایی را که در کتاب قدیمی خوانده بود برایشان بسیار عجیب و شنیدنی باشند. به مرور سایر اهالی هر کدام کتاب قدیمی و خطی داشتن به نریمان هدیه می کردند و او با خواندن آنها بر اطلاعاتش افزوده می گشت و باز همان مطالب را برای مردم می خواند و آنها هم لذت می بردند. دوستان، امیدوارم که تو دوست من از شنیدن این داستانها در رادیو کیان مهر هم نهایت لذت رو ببری. عزیزان من، شرایط برای نریمان به خوبی پیش می رفت که روزی کت خدا از او خواست که شب مهمان خانه آنها باشد و بعد هم قول داد تا سفره معمولی بچیند تا او اذیت نشود و پذیرایی مختصری داشته باشد. غروب که شد کت خدا با اهالی منزل به دنبالش آمدند و با احترام او را به داخل خانه همراهی کردند. وقتی هنگام شام شد او را دعوت کردند که به داخل مهمانخانه بیاید. نریمان بیشتر وقتها چشمش به زمین بود و با کسی چشم در چشم نمی شد. اما وقتی به داخل خانه آمد ناگهان با دختری نوجوان بی نهایت زیبا و خوش‌اندام رو در رو شد که دختر کت خدا بود. نریمان در یک نگاه چشمش به چشمای سیاه رنگ و ابروهای کمانی دختر افتاد که در صورت برنگ ماهش می درخشیدن. زلفای دختر که از زیر چادری که بر سر داشت بیرون ریخته چنان دل او را لرزاند که نزدیک بود به زمین بیفتد. نریمان چشم از دختر گرفت، نگاهش را به زمین دوخت و در جواب سلام دخترک در حالی که صدایش می لرزید پاسخ داد و روی زمین نشست. سفره شام که پنج شد چند نوع خورشت و کباب و غذاهای گوناگون چیده شد و اهالی خانه دور سفره با احترام در برابر نریمان نشستند. نریمان حالش دگرگون شده بود دوستان من و لحظه ای صورت زیبای دخترک از جلوی چشمانش کنار نمی رفت و دست و پاهایش بی‌حس شده بودند و توان بیان کلامی را نداشت. بدنش سرد شده بود و عرق روی پیشانیش نشسته بود، اما صورتش داغ شده و خون را در گوشهایش هم حس می کرد. وقتی با صدای تعارف زن کت خدا به خود آمد که او را دعوت به خوردن می کرد با سفره رنگین روبرو شد. اخمایش را در هم کشید و به کت خدا گفت مگر قرار ما این نبود که سفره ساده باشد؟ این همه کباب و بریان و اسراف چرا کرده اید؟ کت خدا گفت
من را ببخشید، خودم هم از صبح که نزد شما بودم بیرون رفتم و همین الان متوجه شدم که همسرم به توصیه هایی که کردم عمل نکرده و کار خودش را انجام داده. عزیزان من، همسر کت خدا رو به نریمان کرد و گفت شما میمانی ارزش بند و بزرگ هستید. همه اهالی آرزویشان است که شبی به بالشان شوید. بی اعترابی است که اگر سفره ای ساده بیانداختم، از شما خواهش میکنم که یک امشب که مهمان ما هستید را از دست پخت من لذت ببرید. نریمان اگر به حال خودش بود حتما از جایش بر میخواست و بدون اینکه دست به غذا ببرند آن خانه را ترک میکرد، اما آن دختر زیبارو که همچون فرشته‌ای در میان آن جماعت میدرخشید هوش از سر نریمان قصه ما با و به زمین میخ کوبش کرده بود. دوستان من، رو به همسر کت خدا کرد و گفت بی احترامی است اگر در برابر این سفره که برکت خداست از جایم برخیزم و اینجا را ترک کنم. بعد هم بشقابی که در برابرش بود را جلو کشید و گوشت بریان را در دهان گذاشت. در یک آن انگار تمام آن چند ماهی که زحمت کشیده بود برباد رفت دوستان من و مزه گوشت نرم و خوشمزه چنان در وجودش پیچید که یاد آن شبی افتاد که کباب تاجر را خورده و از لذتش سیر نشده تا اینکه تمام مرغ و خروس ها و گوسفند هایش را دریده بود. آره یادتونه؟ تکه دیگر گوش در دهان گذاشت و جوید و بعد هم دست همسر کت خدا را که دائم در بشقاب او گوشت بریان و کباب گوشت میگذاشت پس نزد و همه را خورد و در این میان نیم نگاهی به زیبارویی که در برابرش نشسته بود می کرد و وجودش به آتش کشیده می شد. عزیزان من، پس از آن که شام پایان یافت اهالی خانه گرد نریمان جمع شدند تا سخنان او را بشنوند. نریمانم در حالی که پس از مدتها یک شکم سیر خورده بود روی تشک نرمی که برایش پهن کرده بودن نشست و به پشتی تکیه داد و در حالی که داستانهای شگفت را برای عالی خانه نقل می کرد شب به نیمه رسیده بود و او برای اینکه بیشتر از دیدن چهره همچون ماه دخترک لذت ببرد همچنان به موضع ادامه می داد. دوستان، زمانی متوجه پرچانگیش شد که 4-5 کودکی که در جمع حضور داشتند به خواب رفتند و او دریافت که زمان رفتن است. اجازه خواست و از اهالی خانه بابت پذیراییشان سپاسگزاری کرد و بیرون رفت. کت خدا بسیار از او بابت حضورش تشکر کرده و او را همراهی کرد. دوستان، نریمان وقتی وارد شد و در خانه را بست آتش درونش شعله ور شد و چنان دردی را در قلبش حس کرد که سابقه نداشت. عزیزانم، با تمام وجود عاشق آن دختر زیبا رو مه پیکر شده بود آقا نریمان.
و حالا مانند دیوانه ها این سو و آن سو می رفت. هر چه کتاب باز می کرد و حکایت می خواند و به آسمان خیره می شد فایده ای نداشت. نیرویش را در وجودش حس می کرد که از تمام نیروهای شناخته شده دنیا قوی تر بود و تا کنون چنین چیزی را در وجودش حس نکرده بود. آنقدر قوی که نیمه های شب میخواست به در خانه کت خدا برود و به بهانه ای وارد خانه شود و دوباره روی دخترک را ببیند. عزیزانم، احساس کرد دیوانه شده و هر لحظه ممکن است کاری خطرناک از او سر بزند. موجودی غول‌آسا را در درونش حس می کرد که افسارش را به دست گرفته و به هر سو می کشد. سپاس از همراهی پرمهر شما. با لایک، شیر، سابسکرایب و اگر مایل بودید از طریق لینک پایین هر اپیزود با حمایت مالی در راه توسعه فرهنگ کتابخوانی با من سهیم باشید. تهیه شده در استدیوی قلبم، رادیو کیان مهر. سرنوشت سوم. شنونده گرامی، ساعتی به طلوع خورشید مانده کوله بارش را برداشت و مقداری نان و آب در آن قرار داد و از خانه خارج شد و به سرعت دهکده را ترک کرد. از خودش می ترسید و می دانست اگر آنجا بماند تمام عزت و اعتباری را که به دست آورده بود را به باد خواهد داد. ای دل غافل، با خود می گفت باید از اینجا بروم. این عشق و این گناه زندگی من را تباه خواهد کرد. عزیزانم، همه یان چند دوختم را از من خواهد گرفت و من را شهره و انگشت نمای عام و خاص خواهد نمود. چه مدت خودم را نگاه داشتم و امشب با ورود به خانه کت خدا و شام مفصلی که خوردم همه احتیاط هایم به باد رفت و این گوشت های بریان و کباب کار خودش را کرد. خوی وحشیم را که در وجودم ریشه دوانده را صد برابر قوی تر کرد. عزیزانم، هنگامی که در اثر خستگی ایستاد، خورشید طلوع کرده بود. لحظه ای نور خورشید تمام قامتش را پوشاند، اما آتشی در وجودش بود که نور خورشید در برابر آن سرد و بی اثر به نظر می رسید. با خود گفت: آنقدر به خورشید نزدیک می شوم که گرمایش آتش درونم را بسوزاند و خاکستر کند. روزها و شبها راه می پیمود و از این که به انسانها نزدیک شود وحشت داشت. عزیزانم، از آب چشمه ها و رود خانه ها می نوشید و از میوه های وحشی و نانی که در کیسه داشت می خورد و به دهکده یا روستایی نزدیک نمی شد و فقط رو به سمت خورشید حرکت می کرد. پس از روزها و شبهای بسیاری که در مسیر پیمود، شبی سرد به آبادی رسید. می خواست همچون همیشه در خرابه ای اتراق کند،
اما هوا آنقدر سرد بود که نتوانست درون خرابه دوام بیاورد و به ناچار به میان آبادی رفت تا جای گرم پیدا کند. همه آبادی در خواب فرو رفته بودند و نتوانست جایی را پیدا کند. عزیزانم، از دور خانه گلی را دید که شمعی درونش روشن و مردی مشغول نگارش بود. رادیو کیان مهری عزیز، تا الان حست نسبت به این سه سرنوشت رو برای ما نگارش کن. همین الان حست چیه؟ نریمان با خود گفت این مردی اهل کتاب و دانش است و بهتر است امشب را نزد او بمانم. جلو رفت و در زد. مرد جلو آمد، سلام کرد و از او خواست داخل شود. نریمان هم وارد شد و در کنار آتش نشست. روی میز ظرف‌های پر از خوراکی‌ها و گوشت و میوه چیده شده بود و مرد صاحبخانه به او اشاره کرد تا بخورد. نریمان می‌خواست توضیح بدهد که جز نان و جرعه آب چیزی نمی‌خورد که مرد گفت چرا چیزهایی که خداوند آفریده و برای انسان خوردنش را جایز شمرده نمیخوری؟ آیا تو از خدا بیشتر میدانی؟ نریمان از پاسخ درمانده شد دوستان، بنابراین دستهایش را شست و شروع به خوردن کرد و وقتی کامل سیر شد از مرد خواست اجازه دهد تا روی زمین بخوابد. مرد رخت خوابی نرم را نشانش داد و گفت روی آن بخوابد. نریمان میخواست مخالفت کند که با نگاهی در چشمهای مطمئن و نافذ مرد پشیمان شد و به سمتش رفت. مرد نگاهی به نریمان کرد و گفت چرا از دنیا روی گردانده ای؟ خدا حیواناتی را آفریده که بتوانیم از آنها سواری بگیریم و بار حمل کنیم. دوست من، حیواناتی را نیز آفریده که آنها را بکشیم و بخوریم و از گوشتشان استفاده ببریم. اگر قرار بود تنها سبزیجات بخوریم، دندان نیش به ما نمیداد. عزیز دلم، تا بتوانیم گوش را تکه تکه کنیم و بخوریم. و اگر قرار بود عشق به یک دختر بد باشد، ما را زوج نمی آفرید. مال دنیا بد نیست، بسیار هم عالی است دوست من. عزیزانم، نریمان که چیزهای جدید می شنید، چون داشت به رادیو کیان مهر گوش می داد، می خواست لب به سخن بگشاید و به مرد توضیحاتی بدهد که او ادامه داد آن تاجری که ملاقات کردی راه را به اشتباه رفته و در مال دنیا غرق شده بود. نریمان، همه چیزش شده بود مال و ثروت و لذت بردن از دنیا. دوست من، خوبی و نیکی را فراموش کرده بود جگرگوشه. به بندگان خدا مانند منابعی برای به دست آوردن پول و ثروت بیشتر می نگریست. نریمان، و آن درویشی که ملاقات نمودی نیز راه را اشتباه رفته بود دوست من. زندگی را فراموش کرده و لذت‌های این دنیا را بر خود بسته بود. عزیز من، حاصله
پیروی از آن تاجر این شد که آتش ثروت و مال دنیا آرامش را از زندگیت ببرد و مال اندکی که داشتی را از دست دادی و حاصل پیروی از آن درویش آن بود که از لذات دنیا محروم شدی و با نگاه به یک دختر تمام زحمت‌هایی که کشیده بودی را به باد فنا دادی. دوست من نریمان که حالا با چشمایی گشاد به مرد می نگریست، دهانش باز مانده و خشک شده بود و با خود می اندیشید این مرد از کجا از این مسائل خبر دارد و سوی از چیزهایی که می شنید شگفت زده شده و احساس می کرد درهای دنیای جدیدی به رویش باز شده. باز آب دهانش را غور داد و آهسته و شمرده در حالی که مقداری صدایش می لرزید پرسید: اکنون من چه باید بکنم؟ به دیارت برگرد، تلاش کن و به زندگی عادیت برس. از این دنیا فرار نکن نریمان، همین دنیایت را آباد کن و هم آن دنیایت را. کارو تلاش کن، ثروتمند شو، مهربان باش، خوبی کن در حق همسر و فرزندانت و در حق نیازمندان، از هیچ نیکی دریغ نکن تا به آرامش برسی. دوست من نریمان در حالی که به فکر فرو رفته بود مثل شما عزیزان دل من با خود اندیشید، اما او که دیگر از این دنیا چیزی برایش باقی نمانده بود دوستان، نه سرمایه‌ای، نه هنری، نه ثروتی، و اگر بازگردد از کجا شروع کند؟ سربلند کرد و پرسید: اما من که چیزی ندارم. مرد گفت: هر آنچه نیاز داری نزد خودتوست. نریمان با شگفتی سر روی بالین گذاشت و همین جور که به رادیو کیان مهر گوش می کرد دوست من به فکر فرو رفت. نریمان پس از خوابی طولانی در جایش چرخید و پهلو به پهلو شد و با خوردن بادی سرد به سرش چشمانش را گشود و به اطراف نگاهی کرد و دوباره خوابی. هنوز چشمانش را کامل رویم نگذاشته بود که با تعجب نیمخیز شد و دور و برش را نگاهی انداخت. با شگفتی دید دوستان که درون یک خرابه خوابیده و پتویش را رویش کشیده. از جایش بلند شد و همه جا را زیر و رو کرد. مگر می شد؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ او شب گذشته را در خانه مردی دانشمند گذرانده بود و با او سخن گفته بود و روی رخت خوابی گرم و نرم خوابیده بود دوستان. اما این خانه انگار صدها سال بود که به خرابه ای تبدیل شده. وسایلش را درون کیسه‌اش گذاشت و از خانه بیرون آمد و وارد کوچه شد. بسیار بسیار عجیب بود عزیزانم، چرا که او دقیقاً در خرابه‌ای که روبروی آن خانه داشت وارد شده و سرما سبب شده بود به این خانه بیاید. شک نداشت که این خرابه شب گذشته خانه‌ای بسیار زیبا و
تمیز بود و بدون تردید با مرد هم سخن شده بود و از میوه ها و خوراکی هایی که طعم عجیب و بی نهایت خوشمزه داشتن خورده. اما چه پیش آمده بود دوستان من؟ چه شده بود عزیزان؟ ناگهان دید که دو پیر مرد در حال گذر از کوچه هستند. ما عجله سراغ آنها رفت و پرسید: صاحب این خانه را می شناسید؟ من دیشب مهمان او بودم و با او هم سخن شدم. دو پیر مرد نگاهی به هم انداختند و با خنده گفتند: صاحب این خانه زالا بیش از این دنیا رفته مردک. او مردی دانا و فریخته بود و احتمالاً سرمای دیشب سبب شده خواب ببینی جانم. سپس از او دور شدند و رفتند، اما نریمان فرق خواب و بیداری را خوب می دانست. یک روز تمام همانجا ماند و تمام مدت فکر کرد. او راست می گفت: اگر کسی جسمی رنجور داشته و فقیر باشد، به نیازهای بدن توجهی نکند، نمی تواند روحی بزرگی داشته باشد، چرا که ممکن است جایی این نیازها مانند زخمی دهان باز کند و او را به ورطه نابودی بکشاند. عزیزانم، اگر کسی فقط به جسم توجه کند و از نیازهای روحیش غافل شود، خوی حیوانی پیدا می کند. مدت زمان زیادی گذشته و در این مدت نریمان با خودش کلنجار می رفت، دوستان کلنجار، تا درباره راهی که می خواست انتخاب کند به یقین برسد. هنگامی که تاجر را ملاقات کرده بود، او از روز بعد در راهی گام گذاشته بود که زندگی خوبی که داشت را از بین برده بود، دوستان. و هنگامی که با مرد درویش ملاقات کرده بود، در راهی وارد شد که با خوردن قطع گوشتی و دیدن مویی داد بیداد از راه به در رفته. عزیزانم، دوستانم، هم زبانانم، او حالا نمیخواست با این سخنانی که حتی نمیدانست در خواب دیده یا بیداری زود تصمیم بگیره، اما به نظرش این بهترین راه زندگی میامد. با این حال چون شب شده بود و دوباره به داخل همان خانه رفت و منتظر ماند، اما خبری نبود. تا نیمه های شب بیدار ماند. عزیزانم، حتی وقتی میخواست بخوابد لحظاتی حس میکرد که روی رخت خوابی نرم است و دوباره چشم میگشود و اطراف را نگاه میکرد، اما باز میدید که در همان خانه مخروبه قرار گرفته و دوباره به خواب میرفت، تا اینکه صبح از خواب بیدار شد. اما هرچه به مغزش فشار آورد، حتی کوچکترین خوابی ندیده بود، دوستان. از خانه خراب بیرون آمد و راهی را که آمده بود در پیش گره. از آبادی دور شد، زیر درختی که نهری از آن می‌گذشت نشست و به فکر فرو رفت. به خودش گفت: تو مردی کتاب خوانده و با اتفاقاتی که برایت افتاده با تجربه هستی، آیا به نظرت راه درست زندگی چیست؟ این که فقط به گردآوری ثروت بپردازی و قدرتمند شوی کافی است؟ و یا این که اگر چشم از دنیا بپوشی و با سختی زندگی کنی،
انسان فریخته و کاملی خواهی بود؟ یا اگر تعادل را پیشه کنی و انسانی پرتلاش و هدفمند باشی و در عین حال نیکی و خوبی کنی بهتر خواهد بود؟ و خلاصه که عجب عجب بازار مکاری است این دنیا. انتخاب. شنونده پرمهر رادیو کیان مهر چشمانش را بست، دقایقی به فکر فرو رفت، سپس از جایش بلند شد و در حالی که نیروی عجیبی در ماهیچه‌هایش حس می کرد با پاهایی محکم و استوار راه بازگشت را در پیش گرفت. تلاش کرد این بار از میان آبادی ها بگذرد، با مردم گرم بگیرد و دوستانی پیدا کند، پای صحبت و تجربه های مردم بنشیند و اگر کاری از دستش برآمد دریغ نورزد و اگر هم بدی دید چشم پوشی کند. عزیزانم این راه به برخی افراد که کارگر می‌خواستند و یا برای کاری نیازمند یاری بودند کمک و در ازای آن وعده‌ای غذا و یا پولی دریافت می‌کرد و باز به راهش ادامه می‌داد، ادامه می‌داد، ادامه می‌داد. عزیزانم اگر گرسنه ای را می دید خوراکش را با او تقسیم می کرد، اگر یتیم و در راه مانده و نیازمندی می دید پولش را به آنها هم می داد تا دلشان را شاد کنند و باز پیش می رد، پیش می رد، پیش می رد. سرانجام با فرا رسیدن فصل بهار به جایی رسید که سالها پیش با رنج و سختی از آن خود کرده و آبادش نموده بود. یادش آمد که چقدر برای کوبیدن تک تک چوبهای آن پرچین به دور تپه زحمت کشیده بود. مرغ ها و خروسی که صبح ها با سر و صدایش همه را بیدار می کرد و او روزی با بیرحمی سرش را بریده بود، گوسفندان و اسبش که دلش برای آنها و برای تمام خاطراتش تنگ شده بود. عزیزانم حالا می توانست با پولی که در راه اندوخته بود چند مرغ و خروس بخرد و با کشاورزی دوباره به همان روزهای اول برگردد و به مرور گوسفندی بخرد و زندگی را بسازد، 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 زندگی را بسازد. لحظه زندگی برایش پوچ و بیمعنی آمد، اما نه اینطور نبود، مهم نبود او چه چیزهای مادی را از دست داده. دوست من این مهم بود که اکنون کوهی از تجربه داشت، دنیا را گشته بود و سواد به دست آورده و کتاب ها و حکایت های زیادی را خوانده بود و داشت به رادیو کیان مهر گوش می داد. حالا دیگر آن جوان خام دیروز نبود عزیزانم که با سخنی از راه به در شود و همچون نهالی سبک با بادی از جا در بیاید. داشت به رادیو کیان مهر گوش می داد.
عزیزانم، بلکه با اتفاقاتی که اثر گذارانده بود همچون درختی تنومند و پهناور شده که به خیلی ها سایه می داد و به میوه نشسته بود و می توانست منشأ خیر و نیکی برای بسیاری از مردم باشد. دوستان من، پس این پیش آمدها هیچ کدام بی دلیل و تصادفی اتفاق نیفتاده بود دوستان. همه در راه پخته تر شدن و سعادت او پیش بینی و چیده شده بود. عزیزم به پرچین که رسید در را گشود و وارد شد و بیدرنگ از تپه بالا رفت و وارد کلبه شد. روی تمام وسایل گرد نشسته بود، شروع به تمیزکاری و همه جا را مرتب کرد و رخت خوابش را بیرون آورد تا آفتاب بخورد. بعد هم سری به باغچه پشت خانه‌اش زد. اولین کاری که باید انجام میداد آنجا را شخم میزد و برای کشت و کار آماده میکرد. کاشتن چندین درخت هم کنار خانه فکر خوبی بود. بیرون کلبه آمد و به ساحل دریا نگریست. دوباره قندش گره خودش را می دید که مانند دیوانه ها در ساحل می چرخید و به دنبال گوهری می گشت تا ثروتمند شود. اما حالا اگر ثروتمندم می شد و یا گوهری می یافت، امکان نداشت آن را برای خود نگه دارد و بخشی را صرف هزینه های خود و باقی را میان نیازمندان تقسیم می کرد. چه بوی عجیبی دارد انسانیت. یادش آمد مرد دانا به او گفته بود هر آنچه نیاز داری نزد خودتو. دوست من. بیلی برداشت و به سمت پشت کلبه رفت تا چند چاله عمیق برای کاشت چند درخت حفر کند. با خودش گفت اگر چاهی در کنار کلبه ایجاد کنم می توانم آب باران را در آن گرد آورم و وقتی تابستان داغ می آید از آبش برای آبیاری گیاهان باغچه استفاده کنم. بنابراین مشغول شد تا حتی یک قطره آب باران را از دست ندهد. دوستان تصمیم گرفت از خاکهای رسی که در بستر رودخانه وجود داشت بیاورد تا کف چاله‌ای که حفر می‌کند را بپوشاند تا آب باران در چاه بماند و هدر نرود. عزیزانم تا ظهر مشغول کندن بود و سپس همانجا سفره‌اش را گشود و لقمه نانی خورد و باز سرگرم کندن چاله شد. هنگامی که خورشید غروب کرد و به مرور ماه در آسمان هویدا شد، از چاله بیرون آمد و زیر نور در کنار چاله قرار گرفت تا خستگی آن روز سخت را به در کند. عزیزانم میخواست از جایش بلند شود که ناگهان چشمش به خاک آب و سنگ هایی که از چاله بیرون آورده بود افتاد. زیر نور ماه برق می زدند و مانند آسمان شب سیاه و درونش هزار ستاره می درخشید.
با شگفتی یکی از سنگها را در دستش گرفت و آن را نگریست. چند قطعه از آن را داخل کلبه آورد و روی میز گذاشت و به آنها خیره شد. عزیزانم، صبح روز بعد اولین اشعه های نور خورشید که به درون خانه تابید با لبخند از خوابی که دیده بود برخاست و به منظره دریا که از پنجره دیده می شد نگریست. دوباره خواب دختر کد خدا را دیده بود. ای دل غافل، از آخرین باری که او را دیده بود حتی یک ذره از عشقش کم نشده بود. عزیزانم، حالا انگار هر لحظه این آتش بیشتر هم می شد. اما پیش کت خدا می رفت و چه می گفت؟ او دیگر نان جوان ساده بالای تپه بود که چند گوسفند و مرغ داشته باشد و نان مرد دیوانه یافتن ثروت و نان درویش فرزانه که مردم در پیش روانه می شدند. عزیزانم، حالا به سر و وضعش می رسید و خبری از آن موها و ریشهای بلند نبود. لباسهایی مرتب بر تن داشت و در کنار اینها پولی در بساط نداشت. شاید اگر با این وضع به خانه کت خدا می رفت، او از دادن دخترش به همسری او مخالفت می کرد. دوستان، بنابراین باید تلاشش را می کرد تا اوضاع را دگرگون و کت خدا را راضی کند. ناگهان چشمش به سنگ های عجیب افتاد و از در بیرون و به سر چاله رفت. نور خورشید مقداری از چاله را روشن کرده بود و از عمقی به پایین گویی جنس سنگ ها فرق می کرد. دوستان، به درون خانه برگشت و صبحانه مختصری خورد و سنگ‌ها را در کیسه ای گذاشت و از در خارج شد و به سمت روستا به راه افتاد و به سراغ آهنگر رفت. احساس کرد چون او در کار گداختن سنگ است و آهن تولید می کند آهنگر و از آن نعل اسب و چاقو و لوازم آهنی تولید می کند، باید بداند که آن چیست؟ وقتی به آهنگر رسید، سنگ ها را به دست او داد و پرسید که آیا می داند آنها چه هستند؟ آهنگر سنگ ها را برانداز کرد و گفت این ها سنگ آهن هستند و بعد هم دست او را گرفت و به یک انبار برد و سنگ هایی مانند همان که در دست نریمان بود را نشانش داد و گفت که اینها را از راهی دور برایم می آورند. بعد از این که در کوره آنها را زب و تصفیه می کنم، بلز آهن را به دست می آورم و با آنها لوازم آهنی تولید می کنم. نریمان با شگفتی پرسید این سنگ آهن ها را از کجا می آوری؟ آهنگر گفت مقدار زیادی از اینها را نمیتوانم بیاورم، چرا که باید از شهری دور به اینجا هم شود و مبلغ گزافی باید بدهم تا به اینجا برسد. اینها را از مدنی دور دست تهیه میکنیم. نریمان پرسید حال اگر یک مدن در همین نزدیکی از این سنگ ها داشته باشی چه میشود؟ آهنگر با خنده گفت در این صورت ارزش این سنگ آهن با طلای کی است؟ ببینم اینا را کجا آورده. از همین نزدیکی میتوانی بیای و بازدید کنی؟
آهنگر مغازه را به دست شاگردش سپرد و با دو اسب راهی کلبه نریمان شدند. وقتی آهنگر بالای سر چاله رسید، داخل آن شد و با شگفتی مشتی از سنگ‌های داخل آن را برداشت و نگاه کرد و بعد هم با تعجب فریاد زد: گویی از سنگ آهن! نریمان که لبخند روی لبش آمده بود پرسید: حالا چه باید بکنم؟ آهنگر با خوشحالی گفت: تو ثروتمندترین مرد این منطقه هستی. اگر بخواهی میتوانم پایین این تپه یک گونه زبان برایت را اندازی کنم و حاضرم تمام آهنی که تولید میکنی را به لوازم آهنی تبدیل کنم. کلی نیرو شاگرد نیاز دارم. نریمان گفت: فقط من ثروتمند نخواهم شد. این ثروتی که خدا در درون این کوه نهاده متعلق به تمام مردم این منطقه است. من همه را از آن بهره‌مند خواهم نمود. حالا هم برو هر چند نفر از اهالی روستا که حاضرن کاری کنن را جمع کن و لوازمی را هم که نیاز داری فراهم کن تا هرچه زودتر مقدمات کار را آماده کنیم. آهنگر در برابر نریمان تواضعی کرد و سپس با عجله به کارگاه رفت تا شاگردهایش را بفرستد. چند روز بعد اولین گروه از کارگران در حال استخراج سنگ آهن از آن تپه جادویی بودند. شنوندگان عزیز، آهنگر هم یک کوره ذوب آهن را راه اندازی کرد و چند نفر در دو شیفت دائم در حال تولید فلز بودند. دوستان، مدتی بعد هم از شهرهای دور و نزدیک خبردار شدند که یک معدن سنگ آهن در نزدیکی آنها راه اندازی شده و تعداد زیادی مشتری برایش پیدا شد که یا سنگ آهن را با خود می بردند و یا فلزات تولیدی آهنگران را می خریدند. بله، راهاشون باز بوده. عزیزانم، نریمان مجبور شده بود کلبه قدیمیش را ترک کند و در خانه بزرگ که به تازگی در سبززاری نزدیک آن تپه بنا کرده بود ساکن شود. دستور داد در نزدیکی خانهش کاروان سرایی درست کنند که محل اسکان مسافرانی که از راه دور می آمدند شده و در آشپزخانه بزرگ برای کارگران معدن و آهنگران و مسافران غذا می پخت و میانشان تقسیم می کرد. آهنگران از این کار نریمان شگفت زده می شدند دوستان من و انتظار نداشتند او علاوه بر دستمزد خوراکشان را نیز فراهم کنند. به شما نهار دادن؟ نریمان همیشه به آنها می گفت: جنسی که تولید می کنید بالاترین و بهترین کیفیت را داشته باشد و مبادا کسی از اینجا جنسی را خریداری کند و بعداً متوجه بشود که کیفیت لازم را ندارد. اگر حتی یک نفر هم ناراضی از اینجا خارج شود و آهی بکشد، تمام این معدن و کاروان سرا و خانه و اراضی را رها خواهد کرد، چرا که به پشیزی ارزش نخواهد داشت. عزیزانم، به آشپزان دستور میداد چنان غذا درست کنند که گویی برای شاه خوراک آماده میکنند. مبادا سنگی زیر دندان کارگر زحمت کش برود. قربون دستاشون برم. عزیزان، افرادی که برای کار حسابرسی گمارده بود را
سفارش میکرد که میان کارگران به عدالت رفتار کنند و هر کس به اندازه زحمتی که کشیده مزد دریافت کند، تا مبادا کسی احساس کند به اندازه سختی که میکشد حقش ادا نمیشود. عزیزان، کارگران و آهنگران و خدمه هم که میدیدند رئیسشان چنین قلب مهربانی دارد و انسان عادل و عاقلی است، با جان و دل برای نریمان کار می کردند و به مرور آنها نیز این سبک زندگی را از نریمان آموختند و به کار بستند. عزیزان، نریمان دستور داده بود تعدادی گوسفند خریداری کنند و آن را به دست چند جوان از روستا سپرده بود تا در مرتع بچرانند. چوپانان می گفتند چون این گله از بین بهترین و اصیل در این گوسفندان روستاهای اطراف انتخاب شده، به زودی گله بسیار بسیار بزرگ خواهد شد که بهترین گوشت های منطقه را خواهد داد و نریمان هم میخواست گوشت های مصرفی آشپزخانه کاروانسرا را از همین گله فراهم کند. گوشت میخوردن. سپس تعدادی از زمین های اطراف روستا را خریداری کرد و آب غنات را در آنها رها ساخت تا کشاورزان آنجا را پر از درخت های میوه کنند و سبزیجات بکارند، تا در این زمینه نیز عده‌ای مشغول کار شده و آنها هم محلی برای درآمدزایی داشته باشند. شنوندگان عزیز، روستاییان مهربان که می دیدند نریمان بسیار انسان منصف و نیکوکاری است، با جان و دل برایش کار می کردند و حتی زمین هایشان را در اختیار او می گذاشتند تا بتواند زمین بزرگتری در اختیار داشته باشد و اهدافش را عملی کند، و حمایت آنها سبب می شد آن منطقه روز به روز رونق بیشتری گرفته و رفاه و آسایش مردم بیشتری را فراهم کند. پس از حمایتتون ما رو بی نصیب نگذاری. عزیزان من، روزی یک تاجر در کاروانسرا مستقر شد. او برای خرید لوازم آهنی که شنیده بود از کیفیت بسیار بالا و قیمت مناسبی برخوردار هستند، آمده بود و هنگامی که به آنجا رسید به خدمتکار نریمان پیام داد که مایل است چون می‌خواهد خرید زیادی انجام دهد با نفر اول آن مجموعه دیدار کند. خدمتکار بیدرنگ رفت و وقتی برگشت به تاجر گفت که می تواند وارد خانه اربابش شود. عزیزانم، تاجر تعجب کرد که درخواست او در مدت زمان بسیار کوتاهی مورد پذیرش قرار گرفت و او می تواند آن مرد ثروتمند را ملاقات نماید. هنگامی که تاجر وارد خانه بزرگ که همچون باقی میمانست شد، تعجب کرد که این خانه در عین سادگی چقدر زیبا و شکوهمند ساخته شده، مثل کشور عزیزمون ایران که در عین سادگیش دلای مهربونی توش داره که هیچ جای این کره خاکی نظیرشون پیدا نمیشه. و چه ملیت پر افتخاری داریم. درود بر تو ای هموطن. عزیز من، حوضی آبی رنگ در میان حیات که پر از درختان میوه بود و پرندگان در میانش به جنب و جوش و آواز مشغول بودند قرار گرفته
و وقتی تاجر از کنار حوض رد می شد می دید که ماهی های بزرگی درون آن شنا می کنند. در گوشه گوشه ی خانه بافته های دست زنان روستا به چشم می خورد و حس خوبی به تاجر القا می کرد. وقتی وارد خانه شد انتظار داشت مردی که لباسی از نخهای طلا بر تن دارد بر کرسی طلایی نشسته و چندین خدمتکار در اطرافش به انجام کارهایش مشغول باشند. اما با کمال شگفتی دید که روی یک تکه زیرانداز نمدی جوانی نشسته و در حال خوردن غذاست. تاجر وارد شد و با شگفتی اطراف را نگریست که در نشیمن بزرگ که تمام فرش شده و در اطرافش پر از زیرانداز و پشتی است، نه تزئینات آنچنانی و نه طلا و جواهری آویخته است. نریمان از جایش بلند شد و به تاجر خوش آمد گفت و او را تا جایی که نشسته بود همراهی کرد و بعد هم از خدمتکارش خواست که برای او غذا بیاورد. سپس رو به تاجر کرد و گفت ببینم غذا خورده ای؟ تاجر که بعدش نمی آمد یک وعده غذای شاهانه بخورد، عمدن در آن ساعت روز اجازه رسیدن به حضور مرد ثروتمند را خواسته بود. گفت که گرسنه است و تازه از راه رسیده و مهمان او خواهد بود. لحظاتی بعد زنی وارد اتاق نشیمن شد و یک سینی جلوی تاجر گذاشت، یک کاسه دیزی که سیب زمینیش بیشتر از گوشتش دیده می شد و مقداری نان و سبزی و یک پیاز کوچک در کنار آنها قرار داشت و چه عطری داشت این غذا. تاجر که تا آن لحظه چشمش دور اتاق می چرخید با دیدن آن غذا متعجب به غذای نریمان نگاه کرد و دید که او هم در حال خوردن همین غذا است. عزیزانم با ناراحتی رو به جوان کرد و گفت من برای دیدار رئیس این مجموعه آمدم، اگر امکان دارد با ایشان ملاقات کنم. نریمان خنده ای کرد و گفت من در خدمتم، کل این مجموعه مال من است، و اگر کاری از دستم برمی آید بگو. تاجر که از نمایش مسخره خسته شده بود گفت تو رئیس این همه معدنکار و آهنگر و کاروانسرا و اراضی و گله بزرگ هستی؟ و وقتی دقیق در چشمان نریمان خیره شد با تعجب، در حالی که چشمایش گشاد شده بود و رعشه به اندامش افتاده بود گفت تو همان جوان فقیر بالای تپه نیستی که شبی؟ و بدون اینکه سخنش را تمام کند بهت زده به نریمان نگریست و سپس میخواست چیزی بگوید که دهانش خوش شده و نتوانست چیزی بگوید. نریمان که بهت و حیرت تاجر را می دید سری به نشانه تایید تکان داد و گفت بله بله، من همان جوانی هستم که اکنون صاحب این منطقه هستم. تاجر شگفت زده از جا برخاست و در برابر او تعظیمی کرد و گفت چه کار کردی جوان؟ آیا توصیه من تو را به اینجا رساند؟ نریمان خنده ای کرد و گفت بنشین و غذایت را بخور، پس از آن برایت تعریف خواهم کرد. تاجر که از شدت کنجکاوی نمی توانست خود را کنترل کند که چطور یک جوان ساده روستایی تا
توانسته به چنین مقام و مرتبه‌ای برسند مثل مار به خود میپیچید و از یک سو شگفت زده شده و از یک سو هرسش گرفته بود که چطور او در این مدت کوچکترین پیشرفتی نداشته و این جوان از فرش به عرش رسیده. گفت: من مشغول میشوم، اما شما بگویید که چطور به این همه ثروت رسیده اید. و وقتی میخواست مشغول غذا شود گفت: قربان، این همان غذایی بود که کارگران در کاروان سرا مشغول خوردنش بودند. برای شما کسر شان است که هم غذای آنها باشید. نریمان هم هیچ نمی گفت و مشغول غذایش شد و پس از آنکه هر دو غذا را خوردند و خدمتکار سینی ها را برد، دستی بر دهان کشید و گفت: و اما توصیه تو چیزی بود که من را بدبخت کرد تاجر، و زندگی ساده و با آرامشی که داشتم محروم کرد عزیزم، و من را به دام بلاهایی انداخت که گفتنش هم مو بر تن انسان سیخ می کند. تاجر که تعجب کرده بود، اخم کرده و به صورت نریمان چشم دوخته بود، نریمان ادامه داد: پس از آنکه رویای ثروتمند شدن را در وجود من انداختی، همه چیزم را از دست دادم و با ملاقات یک درویش بی‌نوا مدتی دل از دنیا بریدم، اما پس از آن سر به کوه و بیابان گذاشتم و مردی را ملاقات کردم که راه و رسم زندگی را به من آموخت و اکنون کاری را می کنم که او گفت و راهی را می روم که او نشانم داد. همین جور که داشتن به رادیو کیان مهر گوش می دادند، تاجر که گیج شده بود پوزخندی زد و گفت: راه رسم زندگی این است که همان غذایی را بخوری که به کارگرت میدهی و خخانات همسان زیر دستانت باشد و مانند آنها لباس بپوشی. نریمان گفت: چه فرقی میان من و آنهاست؟ همه ما انسان هستیم. یکی کارگر میشود، یکی آهنگر، یکی چوپان و یکی آشپز و یکی هم مثل من. من فرقی بین اینها نمی بینم دوستان من. همه ما در حال زحمت کشیدن و ساختن زندگی بهتر و سرزمینی آبادتر هستیم عزیزان. فقط جایگاه من فرق می کند. چرا باید من زندگی بهتری داشته باشم؟ این هم که می بینی خانه بسیار بزرگ ساخته ام برای این نبوده که شاهانه زندگی کنم. در اینجا مثل رادیو کیان مهر به روی همه باز است و خیلی وقتها کارگران در اینجا جمع می شوند و برایشان صحبت می کنم. چوپانانم اجازه دارند وارد این خانه شوند و همانطور که صحبت می کنیم با من هم غذا می شوند. به هیچ دزد و ظالم و مال مردم خوری اجازه نمی دهم در دستگاه هم حضور داشته باشد. وزیر دستانم هم که عدالت را می بینند همه مانند من رفتار می کنند. تاجر که خشم تمام وجودش را در بر گرفته بود از جایش برخاست و گفت: دیگر نمیتوانم تحمل کنم. من میروم با خرید بزرگی که در سر داشتم سود بسیاری به تو برسانم، اما حالا با این وضعیت با هم معامله من نمیشود و بهتر از من از اینجا بروم. بعد هم بلند شد و وقتی به آستانه در رسید، نریمان گفت: شبی که در آن کلبه بالای تپه مهمانم شدی تاجر،
حاضر بودی 10 سکه به من بدهی یا من نگرفتم و آن روز گفتم که ضرر کردم و امروز که از این در بیرون می روی به تو می گویم حاضرم 10 پند به تو بدهم که علاوه بر این که در این دنیا ثروتمند و کمیاب هستی آن دنیا هم رستگار شوی، اما تو نخواستی و حالا خواهی دید که کدام من ضرر خواهیم کرد. تاجر نگاهی تنفرآمیز کرد و از در بیرون رفت. نریمان با خود گفت امیدوارم روزی برگردد تا او هم نجات یابد. وقتی تاجر بیرون رفت و نریمان تنها شد، دوباره آتشی که مدت ها بود سینه اش را می سوزان شعله ور شد و اشک از دیدگانش سرازیر گشت. حالا که همه چیز روی روال افتاده، زمان آن بود که به یکی دیگر از توصیه های مرد دانا عمل کند. اسبش را سوار شد و با همان لباس ساده و اسب معمولی که داشت به سمت روستایی که روزگاری به خاطر فرار از گناه از آن گریخته بود تاخت و وقتی به روستا رسید اسبش را آرام کرد و به آهستگی از کوچه ها گذشت تا به در منزل کت خدا رسید. عزیزانم در زد و منتظر ماند. لحظاتی بعد پسری نوجوان در را باز کرد و او را به داخل خانه دعوت کرد. کت خدا با گشاده رویی به سراغ جوان آمد و او را به داخل خانه دعوت کرد. از همسرش خواست که شربتی پیش او بگذارد و بعد هم پرسید که چه کاری از دست او ساخته است؟ نریمان بدون آنکه تفره برود در حالی که چشمش به زمین بود گفت ای مرد بزرگوار، من جوانی هستم که زندگی آرام و معمولی دارم. آزارم به کسی نمی رسد، اما خیلی ها از خیرم منفعت می برند. یک خانه دارم و یک اسب و چند گوسفند. به خواستگاری دختر تو آمدم. اگر به من اعتماد کنی و او را به همسری من درآوری، او را خوشبخت خواهم نمود. کت خدا که بسیاری تعجب کرده بود گفت دختر من را تا حالا کسی ندیده؟ چطور دختری را که ندیده ای از من خواستگاری میکنی؟ نریمان گفت به هر حال من به او دل بستم و سوگند میخورم که او را خوشبخت خواهم نمود و کمتر از گل از من نخواهید شنید. کت خدا بلند شد و در اتاق شروع به راه رفتن کرد و سپس نزد جوان نشست و گفت آخر تو حرفت چیست؟ کجا ساکن هستی؟ پدر و مادرت چه کسی هستند؟ بستگانت به چه کاری مشغولند؟ شنوندگان عزیز، رادیو کیان مهری همیشه جستجوگر، نریمان که هنوز چشم از زمین بر نداشته بود گفت سالهاست شهر و دیارم را ترک کردم و در همین نزدیکی ساکن هستم. دستم به دهانم میرسد و مال و اموالی دارم که دخترت غم ناداری را نخواهد چشید. کت خدا، گرچه همه ما در این دنیا چند سباهی مهمان هستیم و به ناداری و دارایی سرانجام خواهیم رفت، چیزی که از ما به جا میماند گفتار نیک و کردار نیک و پندار نیک است. وگرنه این مال و اموال دنیا فقط برای کسانی که چشم به این دنیا دارند خوب است و اگر کسی به فکر این دنیا باشد ساده زیستی در این دنیا را نباید با هیچ چیز عوض کرد و کسی سعادتمند است که از او به خوبی نام ببرند. کت خدا گفت صورت نورانی داری جوان و سخنانی هم که میگویی نشان از قلب مهربان و پاکی است که داری. من به تو اعتماد میکنم
اما نخست باید برویم و خانه و کاشانت را به من نشان بدهی. نریمان پذیرفت و با هم به سمت تپه راهی شدند. در راه کت خدا از او خواست که باز هم از چیزهایی که می داند برای او بگوید، چرا که خیلی دوست دارد درباره زندگی و آفرینش و انسان بیشتر بداند. شنوندگان گرامی، نریمان که مخزنی از اطلاعات و کتابهایی که خوانده و تجربه هایی که اندوخته بود برای کت خدا صحبت می کرد و کت خدا هر لحظه بیشتر شیفته او می شد، در میانه راه به نریمان گفت که برگردی. نریمان با شگفتی به کت خدا گفت: نمیخواهید کاشانم را ببینید و ببینید که آیا راست میگویم یا نه؟ کت خدا گفت: اگر هیچ چیز هم از مال این دنیا نداشته باشی، من خانه‌ای در نزدیکی خانم دارم، میتوانید در آنجا مستقر شوید و در آبادی خودمان بمانید و من برای شروع زندگی کمکتان میکنم. جوانی آگاه و روشن و پاک مانند تو را نباید از دست بدهم و مصاحبت با تو خود به دنیا میارزد و مطمئنم دخترم را خوشبخت خواهی نمود. عزیزانم، بعد هم به روستا برگشتند و کت خدا با خانواده و دخترش مشورت نمود و پس از آن با موافقت دخترش مراسمی را برگزار کردند. اما نریمان از کت خدا خواست که مراسم خودمانی و ساده باشد، چرا که مراسم عروسی را خودش برگزار خواهد کرد. کت خدا که متعجب شده بود، مهمانان اندکی دعوت کرد و آن دو را به عقد هم درآورد. و نریمان شبی مهمان کت خدا بود و صبح روز بعد رفت تا تدارک مراسم را ببینند و برای شب بعد کت خدا و مردم روستا را به کاشانه‌اش دعوت نمود. هنگامی که کت خدا و اهل و عیان و خویشاوندانش به کاروان سرا رسیدند، اتراق کردند و مشاهده کردند که تمام آن محدوده آذین بسته شده و به جماعت بسیاری از مردم و کارگران و روستاهای اطراف آنجا گرد آمدند و به شادی مشغولند و پذیرایی گرمی از تک تک مهمانان کردند. پت خدا که شگفت زده شده بود از آن همه تدارک و مراسمی که به پا شده بود، تعجب زده پیش نریمان رفت و موضوع را پرسید. نریمان گفت: من هیچ کاری نکردم و تمام تدارک عروسی را این مردم به خواست خودشان به راه انداختن و خانه من هم همین عمارت ساده است و با نگار همین جا زندگی خواهیم کرد. کت خدا در چشمان نریمان خیره شد و گفت: تو کیستی جوان؟ نریمان خنده‌ای کرد و گفت: من همان درویشی هستم که مدتی در دهکده مهمان خانه شما بودم. و سپس تمام داستانش را بازگو کرد. کت خدا که میخواست به پای او بیفتد، اما نریمان او را از زمین بلند کرد و گفت: شما پدر عزیزترین کس من در این دنیا هستی، این چه کاری است؟ جای شما روی چشمان من است. و بعد هم برای شادی و پایکوبی به سایرین پیوستند و تا 3 روز در آنجا جشن و سرور به پا کردند و پس از آن همگی به ولایاتشان بازگشتند. شنوندگان عزیز،
هنگامی که نریمان به عشقش رسید، احساس کرد نیمی از وجودش که در تلاطم و آتش می سوخت آرام گرفته، چرا که نگار دختری دانا و هنرمند و خوش سخن بود. آنها در کنار یکدیگر تا پایان عمر زندگی کردند و کسی از آن دو جز خوبی و بزرگواری چیزی ندید و نشنید. امیدوارم پایان این قصه، پایان این سه سرنوشت، آغاز هزاران هزار سرنوشت باشه و دوست دارم این کتاب جذاب رو با این شعر به پایان برسونیم. آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی، معذوری اگر در طلبش میکوشی، باقی همه رایگان نریزد هشدار، تا عمر گران بها بدان نفروشی. با درودی دیگر، بدرود. سپاس از همراهی پرمهر شما. با لایک، شیر، سابسکرایب و اگر مایل بودید از طریق لینک پایین هر اپیزود با حمایت مالی در راه توسعه فرهنگ کتابخوانی با من سهیم باشید. تهیه شده در استدیوی قلبم، رادیو کیان مهر.